بر شما دوستان گرامی و دعوت از این که من رو اینجا پذیرفتید. ببینید، در رابطه با مقدمه قانون اساسی من نظری دیگر دارم، یعنی یک نگاه صرفا حقوقی و میتواند متفاوت از نظر جناب آقای اصلانی باشه، زیرا که قانون اساسی، مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در حقیقت اعلام میکنه که هدفش تبلور سیاسی این انقلاب، صدور این انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای مسلمان هست و به همین جهت باز در همون مقدمه قانون اساسی از همکیش بودن و همفکر بودن در جهان اسلام صحبت میکنه و در واقع ما میبینیم که اگرچه در قانون اساسی به زن پرداخته شده، در حقیقت پرداختن به یک پدیده، به یک شخصیت صرفا اکتفا نمی کنه، بلکه در قانون اساسی ضمانت اجرا باید وجود داشته باشه و قانون اساسی که تمام اصولش به طور مشروط هست و همه رو منوط به شرایط دیگر یا موضوع دیگری میکنه، اساسا قانون نیست. و ضمن اینکه در رابطه با زن، شخصیت زن رو صرفا در خانه برجسته کرده و اساسا این مغایرت دارد با مسئله اون عدم جنسیت بین زن و مرد در یک جامعه. و از این گذشته، قانون اساسی در یک نظام با توجه به اینکه همه اصول و پدیده های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو اونجا به صورت کلی مطرح میکنه و به تبع اون قانون اساسی دیگر قوانین عادی مثل قانون مدنی و قانون جزایی وضع میشه، بنابراین ما در حال حاضر میبینیم که آنچه رو که در مقدمه مندرج کرده در مقدمه قانون اساسی، اما در جامعه هیچ گونه بازتاب مثبتی نداشته. و در رابطه با گفته های روح الله خمینی که استناد کردن به اسفند ماه 57، روح الله خمینی در اول بهمن 57 در روزنامه کیهان اعلام کرده بود که زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام تساوی زن و مرد رو تاکید کرده و به هر دوی اونها حق تعیین سرنوشت رو داده. آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی در آموزش خیشتن و کار کردن، و همه اینها مواردی بود که قبل از اینکه ایشون به تهران بیان این رو مطرح کرده بودند. و این در حالی هستش که در حقیقت این قانون نانوشته ای که بعد از اینکه ایشون به تهران اومد و ابتدا در رابطه با زنان کارمند و شاغل و نوع پوشششون اعتراض‌های پراکنده ای کرد و بعد هم رسمیت پیدا کرد و این قانون نانوشته رو قانونمند کرد و عمومیت پیدا کرد، و بعد در سال 1362 به عنوان یک جرم، یعنی مسئله بی‌حجابی یا بدحجابی رو به عنوان یک جرم که وارد قانون مجازات اسلامی کرد و برای اون مجازاتی تا 74 ضربه شلاق رو معین کرد. و این در حالی هستش که حد بی‌حجابی یا بدحجابی دو تعریف جداگانه داره و از همونجا در حقیقت میشه گفتش که باز برمیگردیم به همون قانون اساسی، که از مقدمه که بیاییم به سمت دیگر، قانون اساسی در نخستین اصلش که با به رسمیت شناختن یک آیین و مذهبی مثل اسلام این قانون رو شروع میکنه و بعد در
اصل چهارش اعلام میکنه که کلیه قوانین، مقررات و آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها همه و همه باید بر اساس موازین اسلام باشه. خب این یک تأکیدی هست بر اینکه در رابطه با زنان، مردان، کودکان و کلیه پدیده های و مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی باید بر مبنای همون موازین اسلام باشه. خب اسلام هرگز نمیخواسته است که زنان در امور سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند و این با توجه به اینکه در رابطه با اون پاراگراف و عبارت آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن، ما در حال حاضر می‌بینیم که بعد از 43 سال زنان حق انتخاب کردن یک پوشش که یک حریم شخصی است و در حقیقت میشه گفت حق بنیادین هست، و با توجه به اینکه حق از نظر من مقدم بر اصل هست، این آزادی رو نداشتن و طی این سالیان مورد آزار و اذیت های بسیار شدید، محدودیت های بسیار گسترده و حتی در رابطه با نوع پوشششون به زندان های طویل المدت محکوم شدن. بنابراین هیچ سنخیت و سازگاری قانون اساسی حکومت اسلامی با مسئله، با در حقیقت پدیده های مثل حقوق بشر که یک حقوق بنیادین و مدرنی هست، اساسا نداره. و این رو میتونم به ضرس قاطع بگم که قانون اساسی و به ویژه مقدمه قانون اساسی طی این سالیان بسیار کم مورد توجه و مورد تحلیل و تفسیر حقوقی قرار گرفته و آنچه را که در حال حاضر ما نسبت به محدودیت ها و منقصت های حقوقی قانونی که در رابطه با زنان به ویژه ما در ایران مشاهده می کنیم نشأت گرفته، از همین قانون اساسی هست که از نظر من بی اساسه، زیرا که یک قانون اساسی در یک نظام آزاد و دموکراتیک باید به صورت بسیار ساده و همه فهم باشه، از هر گونه ابهام و اجمال و کلیگویی دور باشه و از همه مهمتر مشروط نباشه به یک موضوع دیگری. و این در حالی هستش که کلیه اصول قانون اساسی حکومت اسلامی همه و همه در عبارت آخر اعلام میکنه مشروط بر این که مغایر با موازین اسلام نباشه. بنابراین این رو نمیشه قانون شمرد، همونطور که عرض کردم در حقیقت میشود به عنوان یک نوشته‌ای که از ترمینولوژی حقوق کمک گرفته به این شکل عنوان کرد. و اما در رابطه با مسئله زنان و حجاب و بسیار مسائل دیگر، باز برمیگردیم به قانون اساسی. اصل 115 این قانون اعلام میکنه که برای ریاست جمهوری از رجال مسلمان شیعه اثناعشری و اینها، رجال هم در واقع در حقوق بین الملل اساساً تعبیر به شخصیت‌های سیاسی می‌شود منهای جنسیت، اما در جمهوری اسلامی رجال رو به معنای عربیش تعریف کردن، یعنی معنا کردن، یعنی اینکه مردان. بنابراین اونجا هم ما باز می‌بینیم که زنان جایگاهی به حیث سیاسی، اجتماعی و مدیریت به طور گسترده ندارد. در حقیقت میشه گفت که به حاشیه راندن زن ایرانی توسط حکومت اسلامی یکی از عوامل ضعف و انحطاط جامعه هست که
نشأت گرفته از قانون اساسی و به تبع اون تدوین دیگر قوانین تبعیض آمیز مردسالاری هست که اساسا مانع بزرگ در مسیر رشد زن و افزایش اونه و طبیعی هست تا زمانی که در ایران قانونگذار و واعظان قانون بر اساس فقه و کتاب تحریر الوسیله روح الله خمینی که در دو مجلد در دانشکده حقوق اون موقع که من اونجا درس میخوندم تدریس میشد، بخشیش مربوط به امور جزایی بود و بخشیش مربوط به امور حقوقی و مدنی، و بنابراین تا زمانی که زنانی هم با تفکرات مردسالار به مجلس راه پیدا کردن نمیشه انتظار داشت که حقوق فردی و اجتماعی زنان در قانون تنصیص پیدا بکنه و به منصه اجرا در بیاد. از نخستین موضوعی هم که علیه زنان در ایران قانونمند شد، همونطور که عرض کردم، موضوع حجاب بود که در سال 62 و به صورت قانون در اومد و عدم حفظ اون تحت عنوان جرم مشهود وارد قانون مجازات اسلامی شد و نیروی انتظامی با عنوان ضابط عام دادگستری وظیفش برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی بوده از تا کنون تحت عنوان مبارزه با منکرات و فساد که گشت ارشاد همه روزه در کنار تمام این مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی که وجود داره باز هم زنان رو مورد ضرب و شتم قرار میدن به صرف اینکه حجابشون شرعی نبوده. اگرچه من فکر میکنم این فقط یک انحراف فکری هست که حکومت به وجود میاره تا مردم بیشتر سرگرم همین مسائل مربوط به حفظ حجاب شرعی و اینها بشن، ولی در کنارش قراردادهای مربوط به استرداد مجرمین رو که از نظر من یک احیای کاپیتولاسیون هست رو با کشور بلژیک منعقد میکنه و موارد دیگری که خب همه عزیزان این رو حتما میدونن. در حقیقت میشه گفتش که بحث تحلیل گرایانه‌ای رو که نسبت به حجاب من میتونم مطرح بکنم اینکه چرا گفتمان به این حجم یافتگی به صورت معلول گرایانه یا به شدت خردنگرانه مطرح میشه با توجه به اینکه مسئله حجاب صرف حجاب نیست، انواع ظلم ها به زنان میشه، اما حجاب رو با این نگرش بزرگ جلوه میدن، ضمن اینکه بسیار بزرگ هست این مسئله حجاب، زیرا که صرف حجاب نیست، دیده شدن و ندیده شدن موی زنان رو برخی حتی به صورت محسوس نگرایانه عادت کردن که تنها روسری رو ببینن، اما انسانی رو که پشت اون مورد ستم واقع میشه رو نمیبینن. ببینید سه دوره از نسل حقوق بشر گذشته. جامعه حقوق بشری ما تا چه حدی در نسل نخست که همون اعلامیه جهانی حقوق بشر هست باقی موندن و اساساً به گفتمانهای نسل دوم یا همون پیمانهای دوگانه بین المللی و نسل سوم که مربوط به حقوق محیط زیست هست راه پیدا نکردن یا اساسا نخواستن که در این باره مواردی رو بدونن. حتی در بحث فمینیست ها با توجه به اینکه میدونیم در جهان چهار موج رو طی کردن مسئله مکتب فمینیست و طرفداران فمینیست های آسیایی و ایران تا چه میزانی تونستن همسخنی کنن با نسل سوم، اساسا نیازهای مهمی که در خصوص زن و حقوقش ما داریم کدوم ها هستن؟ چه میزان ما با عالی ترین سطح به مسائل نگاه میکنیم؟ عالی ترین سطح به مسائل نگاه یک فیلسوف سیاسیه. چرا یک فیلسوف سیاسی به مسائل زن ورود پیدا نکرده؟
در حقیقت ظرفیت قانون اساسی کشورها تا چه حدی زن ستیز هست و چرا نباید رفع ستم دیدگی زنان در جهان در قوانین اساسی کشورها به صورت مصرح تنصیص پیدا بکنه. حتی در رسانه ها هم از زنان میگویند، اما گفتارهای مناسبتی و پراکنده. هرگز هم فیلسوفانه حرف نمیزنند. در ایران چرا با انواع مشکلاتی که از سر اسلام سیاسی بر زنان تحمیل میشه یک منتقد فیلسوف سیاسی نداریم که نقد اسلام سیاسی رو بکنه؟ چون یک بحث حقوقی و سیاسی هست. در واقع روشنگری نسبت به کشف حجاب از منظر عقلایی به نظر من مورد نیازه. و در رابطه با همین مسئله حجاب من میتونم بگم که این جمهور زنان هستن که صلاحیت ارائه نظر در این خصوص رو دارن و نه مردانی که بدون پرسش از نیمی از جمعیت جامعه نسبت به ابتدایی ترین و بنیادی ترین حقوق زن تصمیم میگیرن و اون رو وارد قانون میکنن. البته من میتونم اینجا اگر فرصت این رو دارم که ادامه بدم مبحث سند توسعه پایدار 2030 رو که سازمان یونسکو که وابسته به سازمان ملل متحد هست رو اینجا بگم، یا اینکه در فرصت دیگری در همین پنل موضوع رو باز بکنم. اگر لطف بکنید در فرصت دیگه من خیلی ممنون میشم. خیلی متشکرم. من فقط خیلی ممنون هستم. من فقط میخواستم که بگم که با صحبت‌های شما من کاملا موافقم. یعنی بر اساس نگاه من به قانون اساسی بود که این تعریف زن و یک چیز خیلی شوکاوری برای من که یک کشوری یک سری از نیمی از جمعیت خودش رو تعریف میکنه و این تعریف خیلی شوکاوره. خانم رخش، برای اینکه من به شما برسم بعد از اون صحبتی که دکتر انصاری کردن و شما یک فعال مدنی هستید، خانم انصاری چند تا موضوع رو صحبت کردن و من دلم میخواد اگر شما راجع به این چند موضوع یک مقدار بیشتر هم صحبت بکنید ممنون میشم. یکیش بحث فیلسوفای سیاسی رو ایشون کردن و اینکه خب مردها و یکی هم کلا من حالا همیشه میگم که به هر حال همه مذاهب در همه دنیا از هزاران سال پیش مذهب تعریف مرده. عیسی، مسیح، موسی، محمد، همه رو بگیرید مرد. تمام قوانین اساسی دنیا تا همین الان که نشستیم مردها نوشتن، چون اصلا اولش زنها حق رأی نداشتن که اصلا چیزی رو بنویسن و اصلا هیچ چیزی وجود نداره، دیدگاه همش دیدگاه مردان است. فیلسوفای سیاسی هم که ایشون اشاره کردن به درستی، خب در ایران که اصلا بحث نمیشه، ولی اون فیلسوف سیاسی رو که من خیلی دوست دارم از جانب جمهوری خواهی و به نظر من حقش که حتی اشاره بشه، دو تا فیلسوف هستن، یکی آیزاو برلین و بعدی فلیپوتی، که راجع به بحث آزادی، عدم مداخله و سلطه خودسرانه هستش. تقریبا همون چیزهایی بود که دکتر انصاری اشاره کردن که این جامعه مدنی در ایران هیچ موقع نمیتونه شکل بگیره به دلیل سرکوب و خفقان و در این حال اون در حقیقت من نمیدونم فارسی چی میشه، پریویلیجی هستش که مرد مسلمان داره ولی خب باز هم مردهای دیگه هم بیشتر داره و این جا افتاده. شما اگر بخواید به عنوان یک فعال مدنی بویان جان امتیازاتی دارن امتیازات ممنون، شما به عنوان یک فعال مدنی اگر بخواید بحث سلطه استبداد و رو برای در ایران باز بکنیم ما بیشتر و اینکه به هر حال از لحاظ دموکراسی هم در آینده ما باید یک جوری های به هر حال به این بحث بپردازیم که اگر میخوایم یک دموکراسی داشته باشیم که تناسب توش وجود داشته باشه و همه اقشار ملت بتونن آزادانه درش بپردازن، چگونه ما باید این چارچوب رو درست بکنیم؟ به هر حال این بحث جامعه مدنیه که باید یک موقعی قانون اساسی آینده ما رو بنویسه که همونطور که دکتر انصاری اشاره کردن از بالا به پایین چهار نفر مرد دوباره بشینن یه صندوق رأی بذارن همه برن اونجا صحبت بکنن، چیزی در نمیاد.
این گفتمان باید اول تو جامعه به وجود بیاد و بعد ما نتایجش رو ببینیم. من خواهشم اینه که شما از دیدگاه مدنیت چگونه این قضیه رو توضیح میدید و صحبت میکنید. ممنون. با تشکر از شما و با تشکر از همه دوستانی که در این کنفرانس تشریف دارن و با سلام به همگی، بحثی رو که من آماده کردم برای این جلسه خب یک مقدار برمیگرده به این سوالی که شما دارید مطرح میکنید و من کاملا موافق نیستم با این دیدگاه. من از یک زاویه مدنی تاریخی به این مسئله نگاه میکنم. ببینید، ما نمیتونیم بگیم ما جنبش مدنی نداشتیم یا جنبش زنان نداشتیم یا این یک چیز نوعی در جامعه ما هست. من از همین بحث حجاب که بحث امروز هست وارد میشم. مسئله حجاب مسئله یک روز و دو روز نیست. مسئله یک 1400 سال در ایران اومده، نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام این مسئله مطرح بوده و هست. این که چطوری این مسئله به پیش رفته و به اینجا رسیده یه بحث تاریخی داره. ببینید، در کشور خود ما مسئله حجاب از نیمه اول قرن 19 مطرح میشه. یعنی اولین کسی که میاد رو این مسئله بحث میکنه طاهره قرة‌العین هست. طاهره قرة‌العین در بدشت روبنده خودش رو بر می‌داره و این در واقع بزرگترین کشف حجاب در اون زمان هست. یعنی یک حرکت مدنی بسیار گسترده است. تمام مردان بابی که در اون جلسه شرکت دارن به اعتراض بلند میشن، جز 3 مرد از این خانم حمایت میکنن. حالا این مردان بابی خودشون مبارزان مدنی بودند. آنچه که مطرحه که بسیار برای من دردآوره اینه که همونطور که گفتید نه تنها فیلسوفان ما بلکه تاریخ نگاران ما هم همیشه مردان بودند. ما تاریخ نگار زن هم نداریم. ما زنان بسیار بسیار زیادی در تاریخ ایران و منطقه داریم که نه تنها بر علیه حجاب و تبعیض جنسی مبارزه کردن بلکه در دیگر مبارزات هم در منطقه شرکت کردن و هر بار مبارزه به یک نتیجه رسیده، مردان به قدرت رسیده، اولین کاری که کردن زنان خودشون رو، خواهران مادران خودشون رو به گوشه خونه روندن، گفتن کار ماست، کار شما نیست. اونها خودشون رو فیلسوف، سیاستمدار و همه چیز می‌دونستن و به همین صدای من میاد. بله بله، صداتون میاد. یه دفعه صدا قطع شد و اینها برای اینکه تاریخ رو مردان نوشتن، نام بسیاری از این زنان در این تاریخ ثبت نشده. من تاریخ مدرنمون رو فقط میتونم بگم که اون از همون نیمه اول قرن 19 هم شروع میشه و با طاهره قرة‌العین و جنبش بابیه که در واقع جنبش زنان ما از دل جنبش بابیه در میاد. حالا متاسفانه چون جنبش بابیه در ایران یک تاریخچه پیدا کرد که نه قابل پسند سکولارها بود، نه قابل پسند مذهبیون بود و به همین دلیل این جنبش روش سرپوش گذاشته شد و بسیاری از مطالبش حذف شد از تاریخ ایران. ما مطالب زیادی نمیدونیم. اما وقتی به مشروطه میرسیم ما میبینیم که زنان نقش به سزایی دارن ایفا میکنن. نقششون نه تنها در مورد مسئله زنان و مسئله حجاب هست بلکه در خود جنبش مشروطه اینها نقش خیلی چشمگیری دارند. در همین مقطع زمانی باز مسئله حجاب مطرحه. خانم برای مثال صدیقه دولت آبادی حجاب برمی دارند. اینها در اوائل قرن هست، قرن به اصطلاح گذر از قرن 19 هم به 20 هم هست. بسیاری زنان دیگه، خانم اسکندری، خانم نودوس و خیلی های دیگر رو من میتونم اسم ببرم که این دوره دارن بر علیه حجاب میجنگن. مدارسی رو که این زنان افتتاح میکنن برای دختران، دختران رو در این مدارس بی حجاب اجازه میدن باشن، خودشون روسری حتی چادر رو هم برمیدارن.
یعنی موهاشون رو هم نشون میدن. شما ببینید عکسایی که از خانم دولت آبادی هست، عکسایی که از روشنک نودوست هست، عکسای بسیاری هست از این مدارسی که اینا افتتاح کرده بودن، اینها همش نشون میده که این زنها مبارزه میکردند. یعنی این مبارزه چیزی نبود که یک چیز جدید باشه و مال بعد از انقلاب ایران باشه. نه تنها در ایران بلکه در منطقه هم زنان در این باره مبارزه میکنن. ما در مصر هدا شراوی رو داریم که یکی از اولین زنان خاورمیانه هست که چادرش رو برمیداره و به همه زنان هم میگه که چادر رو بردارید. این چادر اصلا میره توی جنبش زنان به عنوان یک دستورالعمل که روش کار میکنن زنان و تشویق میکنن دیگر زنان رو که چادر رو بردارید. ما میبینیم در منطقه که شما عکسایی رو که از اوایل قرن 20 در منطقه میبینید، زنان اغلب یکی یکی دارن روسری ها میاد، مثلا پروین اعتصامی میبینید یک روسری کوچیک میذاره و بعد همون هم برداشته میشه. اینها همه بوده. مبارزه بر علیه حجاب یکی از دستورالعمل‌های جنبش زنان بود تا میرسیم به رضاخان، رضاشاه و اون کشف حجاب رضاشاه که من همیشه آرزو می‌کنم ای کاش ایشون این کار رو نمی‌کرد، برای اینکه این مثل پتک خورد تو سر جنبش زنان ایران که شما همیشه هنوزم که هنوز به ما میگن شما هیچی نمیتونستید بکنید و رضاشاه اومد شما رو آزاد کرد، در حالی که به هیچ عنوان اینطور نیست. رضاشاه از عکس العملی در مقابل اون چی که در جامعه داشت اتفاق میافتاد نشان داد و ای کاش این رو نشان نمیداد، برای اینکه در تمام منطقه از همان دهه 20 میلادی، دهه از اوائل قرن 20 میلادی حجاب داره برداشته میشه. یعنی اگه رضاشاه این کشف حجاب رو نمیکرد، همین پروسه میرفت و زنان کشف حجاب میکردن. کشف حجاب در دستورالعمل جنبش زنان ایران ادامه پیدا میکرد و شاید به یه شکل خیلی بهتری. من خیلی نمیتونم تو جزئیات برم، برای اینکه این خیلی مبحث بزرگی هستش، چه از نظر فلسفی چه از نظر جنبش مدنی بخوام روش صحبت بکنم بحث بسیار بزرگیه. ولی من میرسم به مرحله انقلاب. اگر دوستانی که مثلا از جوانان و مبارزان اون دوره هستند، حالا پویان عزیز یک مقدار جوان هستن که این رو به یاد بیارن، ماها نسل نوجوان دوره انقلاب هستیم، بچه‌هایی که از راهنمایی تازه به دبیرستان داشتیم می‌رفتیم. اگر دوستان به یاد داشته باشن، شهین عزیز فکر میکنم به یاد داشته باشن که ما یک سری دختران داشتیم که به ناگاه شروع کردن روسری سر کردن. این مال قبل از انقلابه، این مال سال 55-56، از 54 میتونم بگم ما داریم دخترانی که شروع میکنن به حجاب کردن. مخصوصا در دانشگاه ها این خیلی دیده میشه که دختران تحصیل کرده محجبه میشن و این دقیقا همون دیدگاه دکتر شریعتیه و افرادی که در به اصطلاح رکاب دکتر شریعتی بودن و رنسانس اسلامی رو مطرح میکنن، رابطه اسلام با سوسیالیسم رو مطرح میکنن و همه اینا سعی میکنن با یک زبان نوینی اسلام رو به خورد جامعه بدن دوباره و موفق هم هستن، خیلی موفقن در این رابطه. و بعد انقلاب میشه. انقلاب که میشه، خب خانم انصاری توضیح دادن در مورد قوانینی که آیت الله خمینی آورد، من دیگه دوباره تو اون جزئیات نمیرم، هرچند که یادداشت کرده بودم ولی چون گفته شد تکرار نمی کنم. ولی اون چی که اتفاق میفته به محض اینکه آیت الله خمینی میاد این مسئله حجاب اجباری رو مطرح میکنه، زنان بلافاصله عکس العمل نشون میدن. جنبش زنان ایران عکس العمل نشون میده. ما از روز 8 مارس سال 1979 تا 13 مارس 79 تو خیابان‌های تهران بودیم و اعتراض کردیم به این حرکت، به این دستور آیت الله خمینی. اسلامیست ها یک طرف، ما اون چی که ضربه خوردیم از کل جامعه خوردیم، یعنی همون جامعه مرد سالار، همین مردان قهرمان، مردانی که انقلاب کرده بودن از چپ و از راست به ما حمله کردند و ما رو زیر فشار گذاشتن که الان وقتش نیست.
که ما جنبش ضد امپریالیستیمون ارجعیت داره. حتی زنان روشن فکر ما، اینکه شما مسئله فیلسوفان ما و دیدگاه های سیاسی در جامعه ایران رو پویان عزیز مطرح میکنید، دقیقا در اینجا شما میتونید بهش برخورد بکنید. فیلسوفانه میان در مقابل جنبش ما میستند، همشون خیلی زبان فیلسوفانه ای دارن، خیلی بحثای فیلسوفانه میکنن که نه این انقلاب یه انقلاب ضد امپریالیستیه، این انقلاب نمیدونم برای طبقات پایین، شما زنان طبقات بالا هستید، زنان طبقات میانی هستید که اینها رو مطرح میکنید، دارید به انقلاب ضربه میزنید و با این بحث ها کوبیدن تو سر اون جنبشی که ما آغاز کرده بودیم. و باعث شدم یکی از کسانی که بعدها معذرت خواهی کرد در این مورد خانم هما ناطق است، که فکر میکنم معرف حضور همه هست، چون ایشون خودشون بعدها اعتراف کردن که من اشتباه کردم و مقالات زیادی هم در این رابطه نوشتن. امثال خانم هما ناطق بسیار زیاد بودند و ماها رو کاملا در پرس قرار دادند. ما نه تنها از طرف این زنان روشنفکر، فیلسوف، دانشگاه دیده با مدارک بالا زیر فشار قرار گرفتیم، از طرف مردانی که مدعی به اصطلاح تئوریسین بودن داشتن هم زیر فشار قرار گرفتیم. در تمام جنبش های چپ مردان به ما حمله کردن و من دقیقا به یاد دارم که یکی از این به اصطلاح رفقا در یک جلسه برگشت گفت اتفاقا خیلی خوبه آیت الله خمینی این دستور رو داده، چیه بابا همه غرب زده شدن دخترها با بیکینی کنار دریان، ما نمیخوایم یه همچین کشوری داشته باشیم. ببینید اینها روشنفکران جامعه ما بودن جناب پویان، وقتی شما میگید که چطوری این روشنفکران باعث شدن که ما به اینجا برسیم، دقیقا اینه. از همون عرض اول انقلاب ما این مشکل رو داشتیم. وقتی آقای بنی صدر میاد میگه موی زن اشعه ای ازش در میاد که این اشعه برای مرد رو تحریک میکنه و باید پوشیده بشه، خب دیگه این یکی از فیلسوفان بزرگ جنبش مدنی ایران بودن ایشون دیگه. ما اینها رو در تاریخ جنبشی بعد از انقلاب داریم و اینها باعث شدن که جنبش زنان اینا ضربه شدیدی دو در اون عرصه اول انقلاب بخوره. بعد از اون ما میایم خب دهه 60 رو داریم، 60 شمسی رو، که خب سیاه‌ترین دهه تاریخ قرن حاضر ایرانه، یعنی هیچ چی نمیشه راجع بهش گفت جز ظلم و استبداد، چیزی دیگری ما نداریم تو اون دوره. کشتار و وحشتناک و ضربه شدیدی میخوره به جنبش زنان ایران. تنها زنانی که میتونن سخنگو باشن زنانی هستن که اسلامیست هستن، طرفدار حاکمیت هستن و اونها صدای بسیار بلندی هم نه تنها در ایران بلکه در جامعه بین‌المللی دارن. میرن در خانم دختر آقای طالقانی، ایشون میرن در کنفرانس نایروبی با صدای بلند راجع به انقلاب اسلامی و زنان اسلامی صحبت میکنن، یعنی تمام کنفرانس نایروبی در قرق ایشون هست، هیچ زنی از صدای دیگری در اونجا از زن ایرانی نیست. ولی میرسیم به این از دهه 60 که میگذریم، پسا خمینی رو من اسمش رو گذاشتم یا بهش به انگلیسی میگیم پست خمینیسم، من در کتابم به اون دهه میگم دهه خمینیسم. و بعد از این وقتی که آقای رفسنجانی میاد رو کار، قدرت در واقع در اون دهه بعد از دهه 60 در دست آقای رفسنجانی است. در دهه 70 ایشون میاد یک فضای کوچیکی رو باز میکنه، خیلی کوچیک برای زنان، و اون هم به این دلیل هستش که بانک جهانی همیشه یکی از تقاضاهاش به کشورهایی که کمک میکنه اینه که باید به زنان حقوق برابر بدید، باید در مورد زنان کار بکنید. و این چون میدونست این تقاضا، چون میخواست از بانک جهانی وام بگیره و میدونست این تقاضا خواهد شد، در نتیجه اومد کمی فضا رو باز کرد، خیلی کم، روزنه کوچکی گذاشت که یک سری زنان بیان و در کنفرانس پکن شرکت بکنن. البته اینها دو سال دوره میبینن و همشون میان اونجا که فقط و فقط برای حکومت اسلامی تبلیغ بکنن. من خودم در اونجا بودم. آنچه که در اونجا اتفاق میفته در کنفرانس پکن، 130 زنی که از ایران میان، اینها با چیزی مواجه میشن که اصلا منتظرش نبودن.
صداهایی در مقابل اینها قرار میگیره و چیزهایی رو اینا اونجا میشنون که فکر نمیکردن بشنون و با هزار سوال به ایران برمیگردند. از اینجا یک جنبش نوین زنان ایران، یک جنبش یعنی خودشون رو بازسازی میکنن به نوعی. یک سری از اینها خودشون رو اسلامیک فمینیسم معرفی میکنن که این اسلامیک فمینیسم از اوائل بعد از جنگ جهانی در جهان اسلام به وجود اومده بود، از اون موقع در ایران مطرح میشه که باز اون خودش بحث فلسفی داره که من وقت ندارم که اینجا در اون بحث برم، اگر فرصتی بشه توضیح میدم. اینها میان یه سری این رو اعلام میکنن، بعد میبینن نه این هم کارساز نیم، میان میگن ما سکولار اسلامیست هستیم و و و خیلی اسمای مختلف رو خودشون میذارن. اما اون چی که مهم هست این هستش که اینها خودشون رو بازسازی میکنن و جنبش زنان ایران دوباره جان میگیره. ولی چیزی که هست، ما در این مقطع دو تا قسمت داره جنبش زنان ایران، یکی در خارج کشور ماها بودیم که جنبش دیاسپورا رو تشکیل میدادیم، یکی جنبشی که در داخل ایران داره جنب میگیره. اون جنبش داخل ایران اختلافش با جنبش خارج این بود که مسئله حجاب رو مطرح میکردیم ما در خارج کشور، که این یکی از سمبولهای ظلم به زن هست و همونطور که شما توضیح دادین، خانم انصاری توضیح دادن، قانون اساسی رو مطرح میکردیم، قانون کیفری رو مطرح میکردیم. ما حتی در کنفرانس پکن دوستان ما از سوئد تیشرتی درست کرده بودن، تمام قوانین ضد زن رو پشت و جلوی این تیشرت نوشته بودن و یکی از اونها مسئله حجاب بود که ما در اونجا خیلی روش کار کرده بودیم. و بعد خیلی از این زنایی که برمیگردن ایران، جالب اینه که چادرا رو برمیدارن، اول فقط با روسری و روپوش میشن، بعد کم کم روسری ها میره بالا، بعد روسری هاشون هم برمیدارن خیلی هاشون. این تأثیری بود که از اونجا اینا میگیرن. ولی با این همه اختلاف بین جنبش دیاسپورا و جنبش داخل این بود که زنان داخل کشور میگفتن حجاب مسئله زن ایرانی نیست. امروز خیلی از زنان با خواست خودشون دارن حجاب میکنن. ما در خارج کشور میگفتیم نه، این سمبولیه، چون در قانون اومده و چون به عنوان قانون این رو اجباری کردن، پس این یک نوع ظلم به زن هست، حق انتخاب رو از زن گرفته. این بحث بین ما و جنبش داخل وجود داشت و اختلاف نظر رو این بود. و اینها دوستانی بودن که من حالا میگم دوستان دهه 50-40، متولدین 40-50 و شاید هم یه گروهی از متولدین 60 بودن. بعد ما میرسیم به 2008 که جنبش سبز اتفاق میافته و در اون جنبش نه تنها جنبش مدنی ایران به طور کل، و از اون جنبش زنان ضربه شدیدی میخوره. ما میبینیم که تمام کمپین ها مثل کمپین 1,000,000 امضا، کمپین ضد سنگسان، همه اینا به نابود میشه و از جنبش ایران حذف میشه. بسیاری از اونها که در داخل کشور بودن مجبور میشن مهاجرت کنن، بیان خارج کشور. و موقعی که میان خارج کشور، خب همونها بلافاصله خیلی هاشون حجابشون رو برمیدارن و خودشون هم اعلام میکنن که ما متوجه شدیم که حجاب چیز خوبی نبود. خانم مسیح علی نژاد یکی از اونهاست که بعدها خودشون هم کاملا در این مورد باز صحبت میکنن. جنبش داخل باز ضربه میخوره و بعد از اون ما میرسیم به نسل 70 و 80 که جوانان امروز ایران هستن، اونایی که در داخل ایران هستن. ببینید اینا نه جنبش زنان گسترده سازماندهی شده دارن به اون صورت، ولی جوانانی هستن که پرخاشگرن و میخوان حرف خودشون رو به صف برسونن که ما زیر بار این ظلم و این فشاری که به ما دارید وارد میکنید زندگی نمی کنید. ما به هر شکلی باشه با شما مبارزه میکنیم. مبارزهشون تو خیابونه، نمیدن تو جلسه بشینن برنامه ریزی بکنن، طرح بریزن، اعلامیه بدن. هیچ کدوم این کارهای کلاسیک جنبش ها رو انجام نمیدن. نمیگم جنبش زنان نداریم، ما جنبش زنان داریم، جنبش NGOی داریم در ایران، ضعیف هستن ولی وجود داره، زنان زیادی هم دارن به این شکل کار میکنن. اما اون چی که در مورد حجاب ما داریم میبینیم امروز، جنبش گسترده سازماندهی شده نیست، نسل جوان پرخاشگریه که میگه من زیر بار این زور نمیرم، شما هر کاری که میخواید بکنید من زیر بار نمیرم. میگیرن، جریمهشون میکنن، میندازن زندان، همه کار با اینا میکنن، میان بیرون باز همونن، باز موهای رنگ کرده اینجا، روسری اینجاست و همیشه هم افتاده. من یکی از اقوامم که در اروپا زندگی میکنه الان در ایرانه،
دیشب باهاش صحبت میکردم، میگفت سوسن اصلا دیگه دخترها حجاب ندارن، ما بچه شمالی، مال شمال ایرانی، میگفت شما تو خیابون برید تمام رو سریا افتاده است، میگفت توی قسمت شمال اصلا گشت ارشاد دیگه واداده، دیگه میگه حریف اینا نمیشه. اینکه رژیم از این مسئله استفاده ابزاری میکنه من کاملا قبول دارم اینو. شما ببینید در مقطعی که انتخابات میخواد بشه کمترین درصد گشت ارشاد تو خیابون است، دخترها میتونن روسری رو بندازن، حتی عکس میگیرن با ناخونای لاک زده، چشمن الان تمومش میکنم بویون جان، و همه اینها رو جلوشو نمیگیرن در اون مقطع. اما وقتی که از اون مقاطع میگذاریم میبینیم که دوباره این مسئله بزرگ میشه برای اینکه توجه ها رو به خودش جلب بکنه. این دقیقا درسته، به عنوان یک چیز ابزاری استفاده میشه، ولی این نباید به ما این رو تلقین بکنه که این جنبش، این اعتراض در ایران وجود نداره. در نسل جوان، نسل جوان معترض به این و از این اعتراضش باید حمایت بشه. این به عنوان یک حرکت مدنی همه، زن، مرد و همه نسل من، نسل جوانتر، نسل پیرتر، باید این رو حمایت بکنیم. نباید بیاییم مدام مطرح بکنیم که نه این یه چیز ابزاریه، حالا میخواد بره یه قرارداد امضا بکنه پس اومده اینو گنده کرده که مردم توجهشون جلب بشه. بله درسته این کار رو رژیم میکنه، ولی این نباید بزنه تو سر این جنبش اعتراضی که نسل جوان و کلن زنان ایران به این مسئله دارن. حالا من اگر بحث دیگری هم باشه بعدا میتونم ادامه بدم، من در همینجا قطع میکنم که فرصت به دوستان دیگه داده بشه. سپاس از شما. ممنون، خیلی متشکر. من قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم میخواستم که یک مدت 10-15 دقیقه به همه دوستان اجازه بدم که سوالی اگر هست از این دو بزرگوار بفرمایید، و خواهشم اینه که میدونم که خیلی از دوستان که اینجا هستن نظراتی دارن، برای اینکه ما واقعا به یک این 15 دقیقه در 15 دقیقه پرسش و پاسخ اون حفظ بکنیم، من خواهش میکنم اگر سوال بپرسن به جای اینکه کامنت داده بشه، چون یه بحثیه که میتونیم حالا باش خیلی صحبت بکنیم، ولی من واقعا متشکر خواهم بود که دوستان سوال بپرسن. دکتر سیروس میرزایی بفرمایید. سلام مجدد و تشکر از دو سخنران بسیار عالی تو این جلسه. یک سوالی من داشتم، اونم این که اگه یک نگاهی به دیکتاتوری های دنیا بندازیم در تاریخ، اکثرشون مردانه بودن و زنان تو اون دیکتاتوری ها هم زیر فشار بودن. سوال من اینه که اگه که از مسئله حجاب صرف نظر کنیم، این یک خواسته دیکتاتوریه که زنها کنار گذاشته میشن؟ من جواب بدم به این سوال؟ بله، من همونطور که بهتون گفتم حداقل تاریخ 250 ساله خاورمیانه، من تخصصم عمدتا خاورمیانه و شمال آفریقاست، شما میبینید که در جنبش ضد کلونیالیستی، در جنبش های آزادی خواهانه، زنان در کنار مردان هستن، اما مردان زنان رو بعد از اینکه به پیروزی میرسن بلافاصله کنار میذارند و این خواست مردان است، خواست جامعه مرد سالار هست، و خیلی از اونها خودشون بعدها به دیکتاتور تبدیل میشن. اینهایی که با کمک زنان به قدرت میرسن خودشون به یک سری دیکتاتور تبدیل میشن. ما در تاریخ ایران خب همین انقلاب 57 خودمون رو داریم میبینیم، یکی از بارزترینشه این. بله خواسته دیکتاتورهاست، خواسته نه تنها دیکتاتورها، اگر سوالتون رو درست متوجه شده باشم، خواسته تمام جامعه مرد سالاره، یعنی جامعه روشنفکری هم اینو هدایت میکرده. در بسیاری از مناطق جهان اسلام شما ببینید، در از آسیای دور تا خاورمیانه تا شمال آفریقا، همیشه این تاریخ تکرار شده مدام. ما در یک دایره قرار گرفتیم، همیشه به قدرت رسیدن و تمام اون روشنفکران، حتی همونها هم بر ضد زن صحبت کردن، حتی همونها هم خواستن که زن بره در گوشه خونه بمونه. کار بعد سیاست مداری و کارهای سیاسی کار مردان
خودشون با زبانشون میگفتن. این کار مردان است، کار زن نیست. به همین دلیل همیشه زنان رو از صحنه خارج کردن و این دقیقاً همون مسئله مرد سالاری در جامعه هست که فقط هم به اسلام ربط پیدا نمیکنه، فقط به دین ربط پیدا نمیکنه، به خیلی عوامل دیگر در منطقه از نظر تاریخی و از نظر اجتماعی ربط پیدا میکنه که من الان فرصتش نیست اینجا بخوام همه رو با جزئیات توضیح بدم. خیلی ممنون. چهار نفر دیگه وقت گرفتن برای سوال پرسیدن که خب من این چهار نفر رو سوالاشون میپرسن و میریم باید بحث بعدی میشیم. شاهین جان بفرمایید. شاهین حیدری. مرسی. پویان اصلانی. به من به خطاب به نیر جان، یه جایی شما گفتین که زنان، فکر کنم اگه درست یادش کرده باشم، زنان که با افکار مرد سالارانه هستن به مجلس راه یافتن، که خب میبینی یعنی اینا حرفایی که مثلا در مورد مثلا نگهداری از بچه های زنانی که میخوان برن شاغل هستن میگن اینا هیچ انگار نه انگار هستن، من نمیدونم چه موجودی هستن، این رو چجوری میشه باش مقابل کرد؟ بعد پویان جان یک چیزی هم میخواستم در رابطه با مطلبی که سوسن جان در مورد شمال آفریقا گفت بگم، اگه اجازه دادی اینم خواهم گفت. بفرمایید. حالا بگم. بپرس سوال تو بپرس. مرسی. سوال نیست، خواستم یه یعنی تایید بکنم و چیزی که خودم شاهدش بودم از حتما سوسن یادشه، من این مموریم خیلی بازش خرابه، اسم این طرف رو به خاطر نمیارم، خانم پزشک فعال مدنی در نوال الصداوی، نوال آفرین، این 10000 دفعه بگی باز 91 باز دوباره من باز نوال، من به صحبتش گوش میدادم اینجا پن تو نیویورک که خب صبح هم که ما چه حال کردی راجع به خط نمیگفت که همه مسلمان هم نیستن کسای دیگه هم هستن و زلانینا خیلی صحبت کرد. بعد یه مسئله که تو سوسن جان میگی نه تنها روشن فکرها، میگفتش که تمام فعالیت های ما جنبش های زنان اصلا مثلا آمریکا کمکمون نکرد، این میدونی نه تنها همین، من همه رو گفتم. اجازه هست پاسخ بدم؟ خواهش بکنم بفهمید. متشکرم از شاهین بانو و پرسش خوبشون. ببینید در برابر این زنان با تفکر مرد سالار که این روزها هم بسیار میبینیم که تریبون بهشون داده میشه راجع به صیغه بین مالک و مستأجر به میزان اون اجاره بهایی که پرداخت میشه، یعنی نهایت فحشای اسلامی رو اینها پیاده کردن در جامعه، و همچنین در رابطه با قانون افزایش جمعیت برای تامین خانواده همچی چیزی بود که در اسفند سال گذشته به تصویب رسوند و بسیاری موارد دیگر، این تشکل‌ها و انجمن‌های زنان هستند که در خصوص هر نوع صحبتی که این زنان با تفکر مرد سالار اعلام می کنن باید اعتراض خودشون رو به صورت مکتوب و رسمی اعلام بکنن، ضمن اینکه ما زنانی هم که خارج از ایران هستیم یک وظیفه دوچندانی داریم نسبت به برخورد با چنین مسائلی که خب طبیعی هست که هنوز هم اگرچه محدود ولی یک قشری در ایران هستند که در حقیقت پیرو چنین تفکرات و گفتارهایی هستند. بنابراین تشکلها و انجمنهای زنانه و همچنین انجیو هایی که یا همون سازمان های مردم نهاد که در حقیقت از زنان هم وجود داره، اونها میتونن اعتراضات خودشون رو نسبت به اینها اعلام بدارن و هرچه گسترده تر باشه طبیعی هست که این نتیجه بخش خواهد بود اعتراضاتشون. متشکرم. ممنون خانم رخش.
شما هم می‌خواستید جوابی سوالش انجام بدید در مورد حمایت بله. آمریکا یا عدم حمایت آمریکا بله. در بله. خانم نوال اقصدوی یکی از دوستان من بودن، من بارها خونه ایشون بودم و بارها با ایشون نشست داشتم. بله خانم نوال اقصدوی این رو مطرح می‌کردن و ما هم با ایشون هم نظر بودیم. نه تنها کاری که جوامع غربی در حمایت از حقوق زنان در مناطق دیکتاتور زده می‌کنن همان هستش که گفتم که بانک جهانی و IMF اگر بخواد به کشوری کمک بکنه، این از حزب دموکرات آمریکا یک فلسفه اومد در دوران کندی و بعد از کندی که اگر بخوایم جامعه رو از انقلاب کردن حذر بداریم باید به یک سری حقوق به افراد اون جامعه داده بشه، از جمله به زنان. این تنها موردی که کشورهای غربی به کشورهای دیکتاتوری زن ستیز فشار آوردن که باید یه کارهایی بکنید برای زنان همین IMF و بانک جهانی بوده که اون هم وقتی که می اومدن به اینا پولای هنگفتی میدادن و مثلا در مصر اینا یک سازمان زنان خیلی بروکراتیک بزرگ با 300-400 نفر کارمند درست کردن و هیچ کاری برای زنان نمی کردن، مثل همون سازمان زنانی که ما در زمان شاه در ایران داشتیم به وسیله خانم فریده دیبا، خانم شمس و خانم اشرف اداره می شدن و اینها فقط برای خودشون یک لاکچری درست کرده بودن و پولهای هنگفتی خرج خودشون می کردن. دقیقا اون تقاضایی که بانک جهانی میکنه یه همچین نتیجه ای رو میده. یک دست دم و دستگاهی تشکیل میشه، هر 5 سال یه بار هم یه گزارش رو به سازمان ملل متحد میدن که ما این کار کردیم، ولی در واقع هیچ اتفاقی در این جوامع نمیافته. من کاملا با خانم الصدادی در این مورد موافق بودم. بله خیلی ممنون. آقای تقوی بیات بفرمایید سوالتونو. آقای تقوی بیات ببخشید. آقای تقوی بیات، دکتر قائم مقام و بعد زری شمس نفرات آخر ما هستن. ممنون. بفرمایید آقای تقوی بیات. سپاسگزارم از فرمایشات متین سخنرانان که در مورد حقوق زنان و حجاب صحبت کردن. مطلب خیلی مهمی که دوست دارم خدمتتون عرض کنم این است که در قرآن حجاب نیست و تنها موردی که راجع به پوشش زنان صحبت شده آیه 59 از سوره احزاب که راجع به جلابیب صحبت میکنه. جلابیب یعنی لباس رو، یعنی روپوش. میگه روپوشاتون رو به خودتون نزدیک کنید، به زنانتون و دخترانتون، به محمد میگه. البته هر چی که محمد گفته و هر چی که جمهوری اسلامی گفته از نظر من بی ربطه ها، ولی من اشاره میدم، توجه میدم به دوستان که اون چی که در قرآن اومده تنها راجع به جلابیبه، یعنی لباس رو، و اونم فقط به صورت این که به خودتون نزدیک کنید تا مزاحمتون نشن. بنابراین مسئله حجاب دقیقا یک مسئله مردانه است در تمام جوامع اسلامی و در قرآن همین مسئله وجود نداره. من همین رو میخواستم بگم. و پوشش از حقوق اساسی و جز حقوق بشره و کار جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ضد حقوق بشره. حرفای خمینی و کارهای جمهوری اسلامی هم ضد حقوق بشر. عرضی ندارم. ممنون. دکتر قائم مقام بفرمایید و میوت هم هستید شما. با سلام. بسیار صحبت‌های جالب شد. خانم رخش و دوستان دیگه بسیار یاد گرفتم یا یاد گرفتیم و خیلی دقیق بود و صحبتی که آقای تقوی فرمودن خب هم بازم صحبت پوشش شده که نزدیک باشه یا نزدیک نباشه فلان اینها، صحبت سنگسار و حد زدن و فلان اینا، این قوانین هم واقعا تو قرآن هست، یعنی کاملا تعداد ضربات رو هم معین میکنه، 80 ضربه اگه فلان کار انجام ندیم.
من میخوام با این مقدمه ای که واقعا من یاد گرفتم یا ما یاد گرفتیم و بسیار توضیحات ارزنده و جالبی بود، اینو اضافه بکنم که به اصطلاح نهضت اجتماعی ایران برای حقوق مدنی و آزادی خواهی ایران که کنفدراسیون یکی از این برنامه هایی بود که واقعا موفق بود و خیلی تونست وسیع این حق رو همه جانبه به اصطلاح عرضه بکنه و دنبالش بره و دفاع بکنه. منم خودم یکی از اعضای اون بودم، ولی خاطرم هست که سازمان های مختلف تشکیل شده بود، سازمان دانشجویان، سازمان زنان، سازمان فلان که اینها عضو کنفدراسیون بودن. سالها مسئول سازمان زنان آقای فرج اردلان بود که مرد بود مسئول سازمان، چندین دوره ایشون بود. میخوام بگم که خیلی طول کشید که حتی جوامع به اصطلاح حقوقی به اصطلاح آدمایی که دنبال آزادی بودن و خود زنان در این دوره، چیزی من اولین آدمی بودم که به اصطلاح چیز زنان رو تجمع زنان رو در دانشگاه کلمبیا تشکیل دادم و در حدود 400-500 تا زن جمع شدن. خانم افسان نجوا مادی رو دعوت کردم که اونجا مسئولیت داشته باشه و کاری انجام بده. میخوام بگم که طول کشید که حتی این مسائل رو در این جوامع مورد توجه قرار بگیره. خیلی متشکر. ممنون جناب دکتر قائم مقام. ببخشید من خانم سوسن جا انداختن. زری جان قبل از اینکه به شما برسم ایشون وقت خواسته بودن. سوسن جان بفرمایید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. قبل از هر چیز تشکر میکنم از دو مهمان عزیزتون و سخنران خانم رخش و خانم انصاری به خاطر صحبت‌های خیلی خوبشون و بحث برانگیزشون. چون شما گفتیم فقط پرسشی بکنیم، من متاسفانه پرسش ندارم، کلی صحبت دارم، چون خیلی از مسائل مطرح شد که به نظر من اینا همش زمینه یک بحث خیلی بزرگیه. چون به اعتقاد من مسئله حجاب، همونجور که البته خانم رخش هم گفتن، دعوایی که بره جنبش زنان خارج از کشور، حالا جنبش اسمشو نمیذاریم، زنان فعالین مبارز زنان خارج از کشور و فعالین مبارز زنان داخل سر مسئله حجاب بود، به نظر مسئله حجاب یک جوری شده پاشنه آشیل مبارزه زنان در ایران. و من هم فکر میکنم مسئله حجاب تنها مسئله اصلی زنان نیست و هنوز هم معتقدم که مسئله حجاب مسئله بخش طبقه متوسط و متوسط به بالاست. چون بحثی که خانم رخش کردن متاسفانه بین حجاب اجباری و اختیاری رو هیچ تفاوتی نذاشتن، چون حجاب رو به عنوان یک سمبل ظلم بر زنان عنوان کردن. من فکر نمی کنم، اگر به هر جهت تو همه ادیان هست، یعنی در ادیان یهودیت هم خانم ها با حجاب هستن، یعنی کسانی که خیلی مذهبی هستن حجاب میذارن، هیچ اجباری هم نیست. یعنی در کشورهای خودمون هم ما میبینیم که هممون در غرب زندگی میکنیم، یک خانم یهودی با حجاب میره بیرون، حالا مثل ایرانی ها شاید به اون شکل روسری نذاره، ولی یک کلاگیس میذاره، جوراب بلند میپوشه و به هر جهت پوشش داره. حالا به قول آقای تقوی بیاد گفتن حجابم به اون شکل مطرح نشده در قرآن. منظور اینه که اینو این تفاوت رو باید حداقل از آغاز مشخص کرد که حجاب واقعا حجاب اختیاری که به نظر من در جامعه ایران حجابی سنتی، یعنی ما از دوران کودکی هم می‌دیدیم خیلی از مادر بزرگای ما، خاله ما، اینا یه چادر نماز به قول خودشون مینداختن و میرفتن سر خیابون خرید میکردن، ولی همین خانم اگر میخواست مهمونی بره با لباس آستین کوتاه میرفت. یعنی حجاب به نظر من یک سمبل ظلم نیست، سمبل ظلم در جامعه جمهوری اسلامیه که به طور اجبار اینو به عنوان قانون، همونجور که خانم انصاری گفتن، قانون آورده و این باید باش مبارزه کرد که جزو مسائلیه که در جنبش زنان به هر جهت مسئله است. مسئله یک مسئله دیگه که عنوان کردن خانم رخش، مسئله جوانان بود که جوانان نسل جدید دهه 90 جوانان خشنی شدن و لج میکنن میان. من به نظر من اینو بیشتر شاید بتونیم بگیم در گسست فرهنگی که در جامعه ایران به وجود اومده، یعنی این گسست فرهنگی که
حالا بعضیا میگن انقیاد نسلی، که به نظر من این انقیاد نیست، این یک گسست فرهنگی که جوانان ما به علت عدم آگاهی، به علت بهجت کار نکردنی که در جامعه آموزش و پرورش ما، در حتی در جامعه مدنی ما، جوانان ما به شکلی شدن که اگر خودتون بدونین، آقای ساسی مانکن رو 20 میلیون لایک میکنن، آقای تتلو رو 20 میلیون لایک میکنن، این جوانان ما هستن. یعنی ما با یک جامعه روبرو هستیم که دچار یک گسست فرهنگی وحشتناکی شده، و واقعا مسئله فرهنگی یکی از مسائلیه که شاید اپوزیسیون، حالا چه ایران چه در خارج از کشور، خیلی کم بهش توجه کرده که چرا جوانان ما به این روز افتادن. یعنی اگر شما ببینین مسائل سیاسی برای جوانان ما، مسائل اجتماعی اون اندازه مهم نیست تا یک سری مسائل خیلی روبنایی و خیلی مسائلی که شاید پیش پا افتاده باشه. چند مسائل دیگه هم بود که دوباره مطرح شد، ولی چون از اونجا که میگین وقت نیست، اگر فرصت بود من این پرسش هامو دوباره مجدداً در آخر از دو مهمان عزیزتون میکنم. بازم خیلی ممنون که من وقت دادید. متشکرم. خیلی ممنون از کامنتایی که دادید. فکر کنم که خانم رخش بخوان که جواب بده، هرجوری که خانم انصاری هم شاید بخوان که جواب بدن. این بحث حجاب، که بحث اختیار حجاب که میشه، همیشه یه سوال در حقیقت بحث پایان ناپذیر بین زنان ایران هست. زنان، نه تنها زنان ایران، بلکه کل جهان اسلام و حتی در همین غربش هم همین بحث رو ما داریم، اینکه آیا اختیار هست یا اجبار. بحث بسیار پیچیده ای است. من به این سادگی نمیتونم وارد این بحث بشم در این فرصت کوتاه، چون این بحث بسیار بسیار بزرگی است. بین انتخاب یک حرکت و فلسفه اون چیزی که انتخاب میکنیم دو چیز متفاوت است. من وقتی که روی حجاب صحبت میکنم، رو فلسفه حجاب، رو زیربنای حجاب و چرا اساسا این وجود داره. بله، این از دین یهودیت اومده، در اصل از دین یهودیت میاد و بعد این رو در عصر اسلام، وقتی که اسلام میاد، پیغمبر وارد اسلام هم میکنه، اینو ادامه میده. در قرآن هم دو سوره هست همونجور که گفتن مستقیما نیامده، دو آیه هست که در این مورد صحبت میکنه، که اونم اگر من بخوام اونو تفسیر بکنم، دقیقا در مقابله با اون اعتراضات یهودی ها هست که این دو آیه در قرآن میاد. و این بحث خیلی گسترده، یعنی من نمیتونم در این فرصت کوتاه به این بحث بپردازم که آیا این اختیار هست یا اجبار. من همیشه فقط یک نکته رو بگم که گفتم، من به انتخاب انسانها حتی اگر غلط هم باشه احترام میذارم، حتی اگر انتخاب رو من انتخاب نادرست و غلطی بدونم بهش احترام بذارم، چون این حق هر انسانیه که بخواد انتخاب بکنه، ولی نه به اون چی که انتخاب کرده نمیتونم لزوما احترام بذارم. این دو نکته متفاوته، هم از نظر سیاسی، هم از نظر مدنی و هم از نظر حقوقی، این رو باید در نظر بگیریم. ممنون. خانم دکتر انصاری، شما چیزی برای اضافه کردن دارید؟ میوت هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، مسئله انتخاب همونطور که پیش از این هم من گفتم، انسان در واقع شخص انسانی، وقتی ما صحبت از اون میکنیم، کسی هست که از بدو زنده متولد شدنش دارای یک سری حقوق بنیادین میشه و تا لحظه مرگ این حقوق رو نه کسی میتونه ازش سلب بکنه و نه خودش میتواند به دیگری تفویض و در حقیقت واگذار بکنه. بنابراین حق انتخاب و به ویژه حق انتخاب نوع پوشش یکی از حقوق بنیادین زنان و مردان هست، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین وقتی در مقابل این حق بنیادین چنانچه بخواهد اون رو نقض بکنه، یک مجموعه، یک گروه یا یک نظامی بخواهد در رابطه با این حقوق بنیادین انسانی بخواهد موانعی رو ایجاد بکنه، طبیعی هست که این خلاف حقه، زیرا که ما یک حق داریم و یک اصل در علم حقوق.
اصل همانهایی هستش که در قوانین به ویژه قانون اساسی و دیگر قوانین عادی وارد میشه و این اصول مسلماً در برهه‌ای از زمان تغییر پیدا میکنه، در به ویژه در یک جامعه با نظام دموکراتیک و آزاد. همینی که یک اصل رو در قانون اساسی اندراج میدن که بازنگری، اصلاح و تغییر اصول قانون اساسی رو در نظر میگیرن، نشان از این دارد که اصول هم قابل تغییر هستند در مقاطع زمانی و مکانی، اما حق رو هرگز شما نمیتوانید محدود بکنید یا از فردی بگیرید. بنابراین این مسئله حق انتخاب نسبت به حتی نوع پوشش که الان مسئله حجاب مطرح هست، این بستگی به فرد داره و یک در حقیقت جزء هم حقوق بنیادینش هست و به تبع اون حقوق بنیادین می شود حریم شخصی. و وقتی که در مقابل این حریم شخصی یک سری حرکات از قبیل همین مسئله قانونی کردن یک حرکتی رو ایجاد میکنید، موانع رو یک نظامی ایجاد میکنه، پس تجاوز به اون حریم شخصی شده و این رو تجاوز به حریم خصوصی افراد به حیث فردی و اجتماعی در همه قوانین اومده. اگر خاطر عزیزان باشه، چندی پیش حتی زنانی که در خودروی شخصی خودشون حجابشون حالا به زعم اینا نادرست بود، این رو تذکر میدادن و حتی جریمه های نقدی کلانی هم از این زنان میگرفتن. در حالی که ببینید مسئله فلسفه قفل در علم حقوق یعنی حریم، یعنی حریمی که با بستن یا باز کردن این قفل شما می توانید وارد شوید یا خارج شوید. بنابراین حتی اون قفل رو هم که در قوانین و علم حقوق جمهوری اسلامی هیچگاه تعریف نشده، اون رو هم اینها نادیده می گیرن. در حقیقت می خوام بگم که این مسئله حجاب فقط سطح نیست، لایه های مختلفی داره که نشأت گرفته از همون نادیده گرفتن وجود و حضور زن به عنوان یک انسان و یک شهروند در جامعه مثل ایران هست. با توجه به اینکه اگر چنانچه ما باز برگردیم به قانون اساسی حکومت اسلامی، حکومت اسلامی اساساً شهروند رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه قانون و سیستم حقوقی امت محور داره، مردم رو بر اساس مسلمان بودن یا نامسلمان بودن مطرح میکنه و قبول داره. و وقتی که شهروند اونجا جایگاهی نداره، به تبع اون حقوق شهروندان هم هیچگاه نمیتونه مورد اجرای این نظام قرار بگیره. پس انتخاب و اجبار دو مقوله جدا هست که تعریف جداگانه ای هم داره و انتخاب رو این زنان هستن، این مردان هستن که در خصوص نوع پوشششون و اون حد و اندازه پوشششون میتونن تصمیم بگیرن و اساساً قانون و این نظام حق ورود به حریم خصوصی شهروندان رو نداره. اینطوری باید مسئله رو در جامعه مطرح کنیم، به ویژه برای عزیزانی که در ایران هستند و بتوانند بهتر به مبارزات بسیار مدنی و شایستشون ادامه بدن. متشکرم. ممنون. ما دو نفر دیگه داریم سوال میپرسن، میخوان بپرسن. من پیشا پیش از رئیس حزب سوشیال دموکرات و لایک ایران معذرت خواهی میکنم. میدونم که بعد بادارم اتاقشون توضیح بدم که من وقت ایشونو کم کردم، ولی بحث داغیه، من اجازه میخوام که ادامهش داشته باشم. ممنون. اتفاقا بحثی که شما میکنی راجع به بحث اختیار و راجع به حجاب به نظر من یه موضوع خوبیه که
هم از لحاظ فلسفی و سیاسی و هم از لحاظ حقوقی یک دفعه ما باید باش برخورد بکنیم و این قضیه رو باز بکنیم که این بحث اختیار و اجبار از چه زاویه‌ای باید دیده بشه. من باز هم یه خورده فقط به عنوان حالا که امروز هستم اینو میخوام که توضیح بدم که به هر حال همه ادیان که بهش اشاره میشه و کلن تا تاریخ بشر تا به امروز همیشه توسط مردان نوشته شده. این یه بحث مهمیه و یک چیزی رو که باید توجه بشه. حالا نوشتن مردان و انجام دادن مردها اینه که زنها به هر حال در یک موقعیتی بودن، یعنی مذهبم مردانه تعریف شده. خدا یک شخصیت مردانه است، پیغمبر یک شخصیت مردانه است. در نتیجه حتی اگر هم می‌خوایم اونها رو هم به عنوان رفرنس قرار بدیم، باید به نظر من به این توجه شده بشه. جناب آقای اصلانی اجازه میفرمایید من یک نکته ای رو به گفتار جناب علی بیفزایم. ببینید اینکه حق اختیار و انتخاب و در کنارش اجباری که بر جامعه تحمیل میشه به ویژه جامعه زنان، من میتونم به عنوان یک پیشنهاد این رو مطرح بکنم که یک برنامه‌ای تحت عنوان اساساً تعریف حق به حیث حقوقی و اجتماعی گذاشته بشه، چون این مسئله تمام این موارد و مؤلفه‌هایی که تاکنون راجبش صحبت کردیم و بسیاری موارد دیگر به همون فلسفه حق برمیگرده که چگونه تفسیرش کردند برای جامعه که مغایرت داره با اصل فلسفه همون حق. اگر موافق باشین. متشکرم. من پیشنهاد شما رو سکن میکنم، مطمئنم که حتما ما این کار رو خواهیم کرد. خیلی ممنون. زری جان بفرمایید. ببخشید من یه خورده طول کشید تا به شما برسم، ولی شما رو دیده بودم. فقط من یه کسی هم که نمیدونم دستش بالاست توی این صفحه من به نام ادمینه. من نمیدونم ادمین چه شخصیه، برای منم تکست دادن. نمیدونم انوره یا کسی دیگه هست. نه انور هم اسمش هست. مزدک هستم. مزدک ببخشید من هستم. بله زری جان شما سوالتون رو بفرمایید بعد مزدک عزیز. دوست کدوم زری مزروتونه؟ هم من... شما زری جان. زری عرفانی. بله من خانم عرفانی. من دستم بالا بود خیلی وقت نمیدونم. بله. منم قبلا نوشتم، اشکال نداره بفرمایید شما. مرسی. ببخشید من اوکی. ببینید من سخنان سوسن عزیز رو شنیدم، خیلی تعجب کردم. صحبت از این بود که در تمام کشورهای دیگه هم هست که اینها دینشون از یهودیت گرفتن، اسلام و غیر و ذالک. اینها حجاب رو میتونن داشته باشن نداشته باشن و در کشور ایران هم اگر اشتباه متوجه نشده باشم به اون صورت نیست که خیلی هم خودشون میخوان داشته باشن و این یک جرم نیست. آیا نقض حقوق بشر جرم هست یا نیست؟ من یک مثالی از خودم میارم، تجربه خودم براتون میگم، مثال زنده. من در یه خانواده مذهبی بزرگ شدم و پدر مادر من میخواستن که من با چادر باشم. دبستان میرفتم پشت در، چادرم بر میداشتم، میذاشتم تو کیف مدرسم، میرفتم مدرسه. وقتی که برمیگشتم پشت در خونه چادرم سرم میکردم و میرفتم خونه. برای من زجرآور بود که مجبور بودم این کار بکنم. در زمان رژیم شاه این کار انجام می شد، یعنی تقریبا سکولار بود در اون زمان و خب آزادی بود، ولی من آزادی نداشتم. حق من رعایت نمی شد، حق من نقض می شد. چه کسی مسئول بود؟ چه کسی باید از حق من دفاع می کرد؟ هیچ بچه‌ای، هیچ دختر بچه‌ای دلش نمی خواد که حجاب داشته باشه، روسری سرش بکنه، شادو سرش بکنه. هیچ زنی غیر از این که بهش گفتن و مردان مذهبی گفتن، پدرانشون، شوهرانشون و ولیانشون گفتن که زن حرمت و هویتش فقط به این چادر بستگی داره و بعدم این علیه دین اسلام هست، روزم قیامتم نمیدونم میره برنش توی جهنم، از موهاش آویزون میکنن، از چیش آویزون میکنن، زقوم بهش، نه هزار داستان های گفتن و این مجبور شده
به خودش قبولونده، پذیرفته که اینو سرش بکنه. ولی اگر همون آخوندا بیان همه بگن نه همچی چیزی وجود نداره، اینو از سرش بر میداره. البته ممکنه که یه عمر این کار کرده، انقدر عادت کرده که نمیتونه و براش خیلی سخته که اینو خواهد برداره، چون احساسی لختی میکنه. ولی فقط به این خاطر سرش میکنه، نه اینی که بخواد دلش بخواد مایل بوده باشه. چون یک بچه، یک دختر بچه میخواد مثل پسر بچه آزاد باشه، هر که دلش بخواد بکنه. و این محروم شده از حقش، کی از حق این دفاع میکنه؟ اینجا کجا اختیار و اجبار چجوری شما میخواین رو تعریفش بکنید؟ و حتی در کشور سوئیس الان من هستم، در این کشور که الان بسیار مثلا دموکراسی وجود داره، میگن خیلی خوب این خانواده های مذهبی هستن، حالا یا ترک یا عرب هستن، به در مادرایی که به دختر بچهشون اجازه نمیدن در مدرسه و بقیه برن توی استخر درسشونه، اینها باید برن شنا بکنن، اجازه نمیدن، نمیتونن مایو بپوشن برن، محروم میشن در این کشور آزاد. و کی از حقوق این دختر بچه دفاع میکنه که نمیذارن این کار انجام بده؟ بعد اینها میگن که خب همین نسبت فرهنگی رو مطرح میکنن، احترام به قوانین دیگر، و اینها مسائل کسانی نیستش که خودشونو پیشرو و روشن فکر به حساب میارن. من به شما میگم، من اینو لمسش کردم، حسش کردم و میدونم که زجر برای کسی که نمیخواد ولی مجبوره. الان در ایران همه مجبور هستن. اون خانمی هم که سرش میکنه، امثال مادر من، به خاطر اینکه گناه نکنیم و در روز قیامت در آتش سوزانده نشه این کار کرده. و این حجاب از خیلی مسائل جلوگیری میکنه. مگه این رژیم جمهوری اسلامی اومد، همه خیلی از شغلها اصلا از بین رفت. الان داره صحبت میشه که دارن تو رخت خواب خانواده ها دارن میرن. و این حجاب شما فکر میکنید که فقط یه مسئله چادر بوده، یه مسئله تیکه پارچه است؟ نه، همچین چیزی نیست. از خیلی حق و حقوق مردم محروم میشن. قدم به قدم با همین مسئله رفتن جلو. و همچون اشاره شد که پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامی دقیقا همینه که روش اینقدر داره حساب میکنه. اینجا وزیر امور خارجه سوئیس خانم میشلین کارمیگه، این رفت به ایران و با قرارداد صحبت کردن. دفتر مقر مرکزی روحانیت در اورسولاس در پاریس، محل اقامت خانم رجبی، اینا سلسله عملیات‌ها. چی داره صحبت می‌کنه؟ مهروز جان میوت می‌کنی خودتونو؟ مرسی. بله، این خانم میشه این کال می‌ده، رفت با احمد جا صحبت کرد، یه تور انداخت سرش، بعد اومدش و بعد گفتش که من یک اوپن لتر نوشتم و فرستادم به تمام اینها، گفتم که این یک پارچه نبود شما انداختی رو سرش. به خاطر این مسئله زنها جونم دادن، مبارزه کردن سالها زنها در ایران که این روسری برداشتش بوده. یعنی چه که شما میگید که این فقط یک تیکه پارچه بود، مسئله مهمی نبود؟ من از شما انتظار نداشتم که همچین کاری بکنی. این نامه من منتشر کردن و اومدن صحبت کردن و از این حرف. من چند بار این کار کردم، با مری روبنسون هم این کار کردم که رفته بود ایران، نشسته بود صحبت کرد با روسری، سرش کرده بود. گفتم یعنی چی؟ شما چرا پا روی تمام مسائل عقاید خودتون میذارین و میرین؟ به چی احترام میذارین؟ احترام به عقاید خرافیه که اصلا خودتون قبول ندارین، به ما ظلم میکنین، حقوق ما رو زیر پا میذارین. در حال این مسئله خیلی مهمه، امیدوارم که بهش توجه بشه. چون دفعه قبلم صحبت کردیم، جناب قائم مقامم فکر کردن که من منظورم اینه که بعد دیکتاتوری برپا کرد، همچین چیزی نیست. ما از حقوق خودمون دفاع میکنیم، ولی فقط وظیفه نیروی پیشتاز اینه که آگاهی بده مردم و به زنان و بقیه بگه شما برای چی دارین شما سرتون میکنین؟ به خاطر این مسئله که بهتون گفتم، اگر غیر از این باشه هیچ وقت نمیکنین. اون هم متوجه خواهد شد. مرسی از اینکه به من وقت دادید. ممنون. من فکر میکنم این سوالی که زری جان کرد به هر حال در کلیت در همون بحثی که خانم دکتر انصاری پیشنهاد دادن، بحث فلسفی حق می گنجد. چرا؟ چون بحثی که خب به هر حال وجود داره اینه که یک دختر 7 ساله یا 8 ساله وقتی حق ذاتیش توسط خانوادهش ضایع میشه، یا حتی بحث، من فارسیش بازم میگن cultural relativism، یعنی نسبیت فرهنگی، نسبیت فرهنگی، هر کاری میخوان میکنن. بله متاسفم. بله، این خیلی بحث داغیه. یعنی این بحث یک دفعه ما باید حتی به عنوان میدل ایسترنی و یعنی به عنوان ایران که این بحث تا کجا درسته، این
این به قول معروف این خط رو کجا قراره بکشیم که خب یک بچه 7 ساله 8 ساله 9 ساله که خب نمیفهمه یا حقی داره، آیا این حقش توسط خانوادهش میتونه به همین راحتی به دلایل همین نسبیت فرهنگی ضایع بشه؟ به هر حال بفرمایید شما اگر صحبتی راجع به این موضوع دارید. من میتونم صحبت کنم؟ بفرمایید. ممنونم. من فکر میکنم که خانم رافعه به صحبتهای من درست متوجه نشدن. چیزهایی که ایشون به من نسبت دادن، من اصلا اینها رو نگفتم، که من گفتم اختیاری قبول در خواهر. من راجع به جنبش زنان بر علیه جنبش من در مورد اون سوسن دیگه. دو سوسن ما داریم. بله دو سوسن داریم، ایشون یک سوسن دیگر هستن. بله منم گفتم اختیاری رو. من اصلا با نسبیت به عنوان یک جامعه شناس کاملا با نسبیت فرهنگی مخالفم. یعنی یکی از مبارزان نسبیت فرهنگی هستم. کالچرال رلاتیویسم اصلا در دیدگاه سیاسی و اجتماعی من جایگاه نداره و بارها هم راجع بهش نوشتم و صحبت کردم. من این رو نمیپذیرم اصلا و من اصلا همون سر مسئله اختیاری بودن بحث دارم همیشه. موقعی که فرانسه اومد حجاب در مدارس رو ممنوع کرد، همه داد و بیداد را انداختن، از جمله خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر که این حق دموکراتیک انتخاب رو گرفته. من در اینجا در روزنامه نوشتم که من کاملا با اینها مخالفم. نه تنها حق انتخاب رو از کودک نگرفته، بلکه بهش حق انتخاب داده که اون چیزی که پدر مادر تو خونه تو گوشت میخونن که تو باید این باشی و غیر این باشی کثیفی میری جهنم، مدرسه داره بهش این حق انتخاب رو میده که آلترناتیو دیگری هم هست، تو جهنم نمیری، تو میتونی انسان دیگری هم باشی. هویت تو اون نیست که به سرت یا به تنته، هویت تو اون چیزیه که در مغزته و اون چیزی که تو پرورش میشی. به من حمله شد از همه طرف، ولی من رو حرفم ایستادم و هنوزم ایستادم. من با نسبیت فرهنگی 100% مخالفم و اصلا این تز رو قبول ندارم. حتی در تز دانشگاهی خودم هم این رو مطرح کردم. این رو فقط میخواستم تذکر بدم. یه نکته کوچیکی دیگه من بگم که خانم سوسن مطرح کرده بودن در مورد دهه 90 ها. اولا دهه 90 ها هنوز بچه هستن، هنوز زیر 10 سالن، ما به اونها نمیپردازیم. دهه 70 و 80 ها من گفتم و اینش که خیلی ها الان مطرح میکنن، چون اینا مثلا یه خواننده رو دارن فالو میکنن، اینها گسست فرهنگی هست، باز برمیگردن به همون نسبیت فرهنگی و این رو قبول ندارن. من با این نظریه موافق نیستم، اینجا نمیتونم توضیح بدم چون جاش نیست، فرصتش رو نداریم. فقط میخواستم به این نکته اشاره بکنم. سپاس از ممنون از توضیحاتتون. خانم دکتر انصاری شما هم چیزی برای اضافه کردن دارید یا بفهمید؟ بله بله، متشکرم ازتون. ببینید این مسئله برمیگرده به آموزش و پرورش که نوع تربیت و در حقیقت میشه گفتش که حالا نظام رو که بذاریم کنار، ریشه تبعیض در خانواده رشد میکنه. به این معنا که مثلا به پسرشون میگن تو پسری این حقوق رو داری، این اختیارات رو داری. به دختر میگن تو دختری این حقوق محدود رو داری و بعد هم نظارت و کنترل هست. در حقیقت من نظرم بر این هست که تربیت یعنی آموزش و پرورش کودکان در خانواده باید یکسان باشه و مسئله جنسیت اساسا نباید مطرح بشه. و وقتی که یک فرزندانی که در یک خانواده مذهبی هستند یقینا اینطوریه و حتی اون خانواده هایی هم که مذهبی نیستن اما تفکرات مرد سالار و اینها بر خانواده حاکمه، باز دوباره یک نتیجه مشترکی وجود داره. بنابراین در تربیت و آموزش و پرورش باید این مسئله مطمئن نظر قرار بگیره که در رابطه با همین آموزش و پرورش و اون جایی که من اشاره کردم به سند توسعه پایدار BC سازمان یونسکو که علی خامنه ای رهبر نظام باهاش مخالفت کردن در 3 بخش مختلف، یکیش همین مسئله آموزش رایگان برای زنان و مردان بود
که بتوانند در کنار هم آموزش رو برای خودشون انتخاب بکنن و تحصیل بکنن. و اعلام کردن که علی خامنه ای اعلام کرد که ما در یک کشور اسلامی با نظام اسلامی، قوانین اسلامی زیست میکنیم و این فرهنگ غرب زده و بیبند و بار غربی ها رو نمیخوایم. در حقیقت میشه گفتش که یک سری در کنار مسئله خانواده و آموزش و پرورش به کودکان، مسئله آموزش دولتی هست که این رو هم ممانعت به عمل آوردن و باز همون برمیگرده به قانون، زیرا که به نظر من یک قانون فارغ از این که مطلوب اون جامعه باشه یا نباشه، وقتی که تدوین میشه فرهنگ منبعث از همون قانون و قوانین رو به صورت تدریجی وارد جامعه میکنه و مردم هم میآموزن و اکثرا فکر میکنن که به هر حال توی این جامعه همین قانون وجود داره پس باید تبعیت بکنه، در حالی که اساساً اینطور نیست. و ضمن این که اگر به تکنولوژی و اینها هم اشاره بکنیم، مسلماً اطلاع رسانی از طریق این رسانه ها و اپلیکیشن ها در ایران با ممانعت بیشتر، فیلتر کردن اینها همراه است و یک سری اطلاع رسانی های ناقص رو عزیزان در داخل در واقع دریافت میکنن که نمیتواند کافی باشه. بنابراین آموزش و پرورش و بسیاری مسائل دیگر که هم خانواده هم جامعه و هم نظام رو در بر میگیره باید در یک تلفیق درستی حرکت کنند تا بتوانند به گفته اریک فروم یک جامعه سالمی رو در واقع برگزار کنند، تأسیس بکنند، در حالی که ما میبینیم در حال حاضر جامعه ایران یک جامعه بیماری هست به حیث ریشه‌ای بخوایم مطمئن نظر قرار بدیم، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اخلاق، حقوق نداشته، اینها همه خودش در حقیقت یک زنجیره معیوبی رو درست میکنه که مردم ایران در حال حاضر گرفتارش هستن. متشکرم. ممنون. دو نفر آخر که موندن، من ببخشید از این که از وقت خودم جلو رفتم، میدونم بعدش باید برم اتاق مدیر رو توضیح بدم، ولی خب دیگه روز جمعه است. زری جان، زری شمس سوال میکنن، بعدش آقای مزدک. من این دو نفر رو دارم. در صورت من عذرخواهی میکنم از همه دوستان، ولی بحثایی که انجام شده بحثای خیلی خوبیه، باید ادامه داشته باشه. بحث حق و بحث آموزش و پرورش به وجود آوردن و اون بالانسی که توی جامعه باید به وجود بیاد، تو صحبتی که فرهنگ نسبیتی وجود داره، اینها بحثایی که خب ما به عنوان یک حزب لایک باید واقعا من فکر کنم بیشتر بهش وقت بدیم و صحبت بکنیم. بر اون چیزی که در فرانسه در سال 1905 اتفاق افتاد خیلی مهمه. من حالا قبل از اینکه اینم بگم یه نکته کوچیک بگم، شاید برای خود من به عنوان یک چیزی که خیلی دنبالش بودم موقعی که آمریکا افغانستان رو اشغال کرد، حالا جنگ افغانستان بود، یکی از چیزهایی که خیلی برای من جالب بود هم برای افغانستان و هم برای عراق، بحث آموزش و پرورش بود و نوشتن قانون اساسیش. من واقعا فکر میکردم که بعد از 20 سال آمریکا حداقل میتونه یک نسلی رو به وجود بیاره که به هر حال 20 سال توی اونجا بودن، که حداقل بگی از لحاظ سکولار بودن یک ارزش‌هایی رو برای نسل آینده عراق یا افغانستان به وجود بیاره، که متاسفانه هیچ کدومش این اتفاقا نیفتاد و شکست خورد. و این بحثی که حالا توی اینجا هم بود، که حالا یکی از کسایی که خب توی آمریکا توی نوشتن قانون اساسی شرکت میکرد، آقای نوآ فلدمن، یکی از حقوقدانان بزرگ آمریکا هستش، ولی بحث خیلی مهمیه که یک آموزش و پرورش لائیک چگونه میخواد این بحث حقوق و به حال بحث زنها و حجاب وارد بکنه. ببخشید زری جان، بفرمید. پیش از اینکه
پیش از اینکه پرسشم رو مطرح بکنم میخواستم بگم که از حضور خانم‌های فرهیخته‌ای چون خانم نیره انصاری و خانم سوسن رخش خیلی خوشحالم که جزو سخنران‌ها هستن. من خیلی استفاده کردم از صحبت هر دو سخنران، خانم نیره انصاری که به طور فشرده‌ای درباره قانون اساسی، وضعیت زن در قانون اساسی حکومت اسلامی صحبت کردن، و خانم رخش که تاریخچه فشرده و بسیار بسیار روشنی رو به نظر من از دهه‌های گوناگون بیان کردن، میتونم جلوی چشم خودم ببینم و فکر میکنم خیلی تونست اطلاعات زیادی رو ضمن مختصر بودن به ماها بده. مثلا درباره خانم طاهره قرة‌العین یا خانم دولت آبادی، واقعا اینکه اسم این افراد تکرار بشه من فکر میکنم خیلی میتونه مؤثر باشه. چیزی که من سوالی که داشتم، من فکر میکنم که این خانوم ها و دختران جوونی که دارن اعتراض میکنن و حجابشون رو از سر بر میدارن، اینها میتونیم، خب تعبیرهای مختلفی هستش که چرا و چرا الان حکومت اسلامی داره فشار میاره به اینا. من فکر میکنم که اون چیزی که هسته این حرکت ها هست این هستش که این جوون ها، این خانوم ها آزادی رو فریاد میزنن و چیزی غیر از این نمیتونه باشه. حالا این یک بهانه است که اینو از سرشون بردارن. و سوالی که من از خانم رخش دارم مربوط میشه به جمله آخری که شما گفتین، و من فکر میکنم قبل از اینکه سوالم بگم، فکر میکنم که هر بحث و گفتگویی میتونه روشنگرانه باشه، میتونه به ما نشون بده که ما چه تجربه هایی داشتیم، چگونه میتونیم از اونا استفاده بکنیم، چه بهره‌ای ببریم. یعنی اینها بیفایده نیستن، ولی به نظر من چیز اساسی اینه که ما یه نتیجهی بگیریم از این بحث و گفتگوامون، نه اینکه بشینیم فقط هر کسی دانشی رو که داره بر اثر در نتیجه فعالیتی که کرده، مطالعه‌ای که کرده بیان بکنه، بلکه باید یه نتیجه از این بگیریم. و من دلم بخواد در پایان هر جلسه یه نتیجه‌ای بگیرم. شما جمله آخرتون این بودش که نسل جوان معترضه، باید حمایت بشه. خب شما به من یعنی دلم میخواد یه جوابی به من بدین، چون خودم من مرتب فکر میکنم به این، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ مایی که اینجا در امنیت و رفاه نشستیم، خطری به اون صورت تهدیدمون نمیکنه، ما چجوری میتونیم از اون مردم حمایت بکنیم غیر از این که بشینیم و یه بیانیه بنویسیم؟ یعنی من فکر میکنم پامون رو باید فراتر از این بذاریم و یه جور دیگه‌ای به اونها نشون بدیم که ما هستیم، بهشون دل و جرأت به اندازه کافی خودشون دارن، بلکه فکر کنن که دیگرانی هم هستن که به اونها فکر میکنن. ما چجوری میتونیم به اینها کمک نه، ولی چجوری میتونیم حمایتشون بکنیم؟ خانم رخش ممنون میشم. اجازه دارم جواب بدم؟ خواهش بکنم، بفرمایید. بله، سوال خیلی خوبیه. اگر توجه کرده باشید من قبل از اون برگشتم گفتم که بسیاری میگن از مسئله حجاب رژیم استفاده ابزاری میکنه، پس بنابراین مسئله حجاب مسئله خیلی حادی نیست، فقط در مقاطع مختلف مطرح میشه و من با این نظریه مخالفم. من نظرم اینه که این نسل جوان واقعا داره اعتراض میکنه و یک حرکت مدنی سازمان نیافته و خودکار رو داره به پیش میبره و این حمایت میخواد. همین که نیاییم هی نگیم این مهم نیست، این فقط استفاده ابزاری رژیمه، این خودش نوعی حمایت از حرکت این نسل جوان هست. این که من نرسیدم اینجا بگم، در سخنرانیم بود ولی فرصت نکردم، این که من برای خانم مسیح علی نژاد
بسیار بسیار احترام قائلم برای مبارزات ایشون و یکی از کسانی هستم که با ایشون فالو میکنم، اما بزرگ کردن نقش ایشون در خارج کشور که ایشون داره این جنبش رو هدایت میکنه، این ضربه به اونیه که بچه های داخل دارن انجام میدن. خانم مسیح علی نژاد خودشون مدام دارن میگن که من فقط بیانگر اون چیزی هستم که در خیابونهای ایران داره اتفاق میفته، اما اون چیزی که رژیم میگه همش که اینا دارن از خارج اینا رو هدایت میکنن و یک سری از درون اپوزیسیون هم همین رو تکرار میکنن، این خودش یکی از کارهایی که نباید بکنیم. اینطوری ما میتونیم از اونها حمایت کنیم. ما اپوزیسیون خارج کشور، دیاسپورا، به یک مانع در مقابل اونها نشیم با این توضیحاتمون، یک سد راه نشیم و مدام تو سرشون نکوبیم که حالا برای چی در این واقعیت اومدی تو خیابون اعتراض میکنی که مثلا مسائل دیگه نادیده گرفته بشه. این رو نباید به این نسل جوان گفت. این نسل جوان معترضه و حجاب هم همونطور که دوستان گفتن، حجاب رو فقط به عنوان یک سمبل داره بهش اعتراض میکنه. اعتراضش به کل شرایط اجتماعی ایرانه که براش این حاکمیت ایجاد کرده در این 43 سال، داره به همه اینها اعتراض میکنه و این اعتراض رو باید همونطوری که هست ما در خارج کشور انعکاس بدیم، در موردش بنویسیم، نگیم چند تا ویدیو از ایران اومده بیرون. این چند تا ویدیو رو ما میبینیم، ولی من گفتم من الان یکی از اقوامم تو ایرانه میگفت شما بیا تو شهر ببین جوانها حاضر نیستن حجاب کنن، میگفت 90% جامعه جوان حجاب نمیکنه. همه اینا ویدیو نمیگیرن از خودشون بدن بیرون از ترسشون، ولی دارن این مبارزه رو به پیش میبرن. پس ما باید صدای حقیقی این مبارزه باشیم، تیشه به ریشه این مبارزات نزنیم. ما در طول تاریخمون مبارزات مدنیمون در داخل و در خارج نتونسته با هم هماهنگ بشه. این یکی از بزرگترین مشکلات ما بود. تو جنبش زنان همین رو داشتیم، حالا هم داریم. پس بیایم اینها رو اگر بخوایم یک مقدار تغییر در خودمون ایجاد بکنیم، در روش کار خودمون ایجاد بکنیم، من فکر میکنم نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت. البته بحث خیلی گسترده ایه، یعنی خودش یه جلسه کامل میخواد که ما رو این مسئله بحث بکنیم. سپاس. ممنون از پاسخگوییتون. لیست اسامی سوال کنندگان زیادتر و زیادتر میشه. اون تکست هم به من میاد که قطع کن، ولی به هر حال نکنم بهتره. من فکر کنم بحث خیلی خوبی بود امروز. افراد باقی مانده، مزدک عزیز، انور عزیز و مدیر عزیز و الان هم آقای تقوی بیات دادن. خب به هر حال ما 4 نفر الان در لیست داریم. مزدک جان بفرمایید، ببخشید طول کشید ولی خب نوبت بوده. نه خواهش میکنم، صحبت های خیلی خوبی بود، یاد گرفتم. یه نکته رو میخواستم فقط به عنوان میشه گفت تکمیل بس یا توجه دادن به این موضوع. ببینید دانش های ما متاسفانه دانش های فردی هست، دانش های این که فلان فیلسوف این حرف زد یا فلان جامعه شناس این حرف زد یا فلان سیاستمدار این حرف زد. ما مثل این، من تو سوئد زندگی میکنم، اینجا هزاران جزیره هست، ما مثل اون جزایر هستیم. یعنی هر کس توی یه جزیره، این جزایر به همدیگه هیچ پیوندی ندارن. یه مسئله اینجا هست، میگن استکهلم خیلی قشنگه به خاطر اون پلهاش بین جزایرش، چون ده ها جزیره است شهر استکهلم، منتها زیبایی استکهلم در این پلهاست. ببین دانش باید چیز مشترک باشه، ما به دانش مشترک وقتی نرسیم عملا میگیم حرف من درست میشه درست باشه، ولی برای جامعه ممکنه ارزشمند نباشه. یعنی برای جامعه 85 میلیون ممکنه ارزشمند نباشه. ببین ما تو کسان دوستانی که تو آمریکا هستن، ببین هنوز که الان تو آمریکا اومده قانون تصویب شده که زنها حق چیز ندارن، چی میگن، ما میگیم آبورت، سخت جنین ندارن. یا خیلی از کشورهای دیگه ما میبینیم که دموکراسی هم هستن ولی چیزایی میاد که مال قدیمه.
ولی تو همین اروپا میبینیم کشورهای میبینیم که این حق سالها به رسمیت شناخته شده. ببین ما بیایم به دانش مشترک برسیم و یه حرف مشترک بزنیم و بتونیم به نتیجه برسیم. ببین حجاب اجباری و اندازه حجاب یه طرف اجباری است و اندازه کشف حجاب بی‌ارزش. هر دو تا. ببین شما میگید که خب اختیار، بله اختیار درست. ما توی جامعه زندگی، اون جامعه میتونه سوئد باشه، جامعه میتونه ایران باشه، تو هر جامعه ما باید بتونیم به یک طرحهای مشترکی برسیم که بتونه عملی بشه. و اون هم به نظر من نه به حجاب اجباریه. افرادی هستن میخوان حجاب داشته باشن، بذار داشته باشن. ما تو همین سوئدی که من زندگی میکنم، تدریس میکنم، خیلی از این دخترها هستن که حجاب دارن. بارها من باهاشون صحبت کردم ولی میگم ما دوست داریم داشته باشیم. من میتونم بفهمم بگم که تو مدرسه ما قانون بذاریم مثلا تو مدرسه حجاب نباشه، ولی نمیتونیم قانون بذاریم مردم رو به صورت شلاق بذاریم تو خیابون که حجاب نداشته باشه. پس یه چیز مشترک بگیم که مردم بفهمن که ما داریم چی میگیم. و همون اندازه که رژیم استفاده ابزاری میکنه از مسئله حجاب، بخشی از اون اپوزیسیون هم همین کار میکنه. چرا نمیکنه؟ حجاب به حجاب همونه. حجاب به حجاب یعنی ما به کل چیز میگیم که حجاب اصلا ما به این موضوع اصلا ارزشی قائل نیستیم. بس باید طوری بگیم. حالا بیشتر من دارم در سطح چیز میگم، مثلا حزب سوسیال دموکرات میخواد یک طرحی رو ارائه بده، در سطح افراد فرق میکنه. یک جامعه شناسی هست، تمام تلاشش اینه که اساسا کلا حجاب رو برداره. ممکنه موفق نشه برای امسال، سال بعد، سال بعد. ممکنه موفق بشه برای 50 سال بعد اینو تبدیل بکنه به خواست کل جامعه، کل جامعه به این برسن. ولی امروز ما اونجا نیستیم. پس برای امروز طرح بدیم. به همین خاطر من فکر میکنم که نه به حجاب اجباری ما رو بیشتر. یعنی من دارم میگم ما، منظورم به عنوان یک جریان، جریانات سیاسی، به عنوان اشخاص، به فیلسوف و مثلا چیز مثلا میتونیم بگیم کل اسلام نباید باشه، مثلا مذهب نباید تو جامعه باشه. این یه مسئله دیگه است. مرسی، خیلی ممنون از صحبتتون. انور جان، شما و جناب مدیر و جناب دبیرکل، با درود به خدمت همه دوستان و سخنرانان گرامی و با پوزش از اینکه من دیر به برنامه وصل شدم، خیلی عذر میخوام ولی یه مقدار گوش کردم. قبل از اینکه به بحث بپردازم، اجازه میخوام خارج از موضوع خبر بدم که دادگاه بلژیک، دادگستری بلژیک جدیداً یه آیین‌نامه رو تصویب کرده که اسدالله اسدی شامل این قانون استرداد به ایران نشه و دولت بلژیک حق نداره اسدی را به ایران بفرسته. چون این به زبان فرانسه است و ترجمه نشده، فعلا برای آقای قاسمی فرستادم روی واتساپ. امیدوارم که وقت داشته باشم بخونم. بعد برای دیگر دوستانم که فرانسه زبان هستن اینجا تشریف دارم خواهم فرستاد تا خودتون ببینید. یکی اینه. یه نکته هم در مورد صحبت‌های خانم، فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد بود. من الان میرسم به حجاب. منم طرفدار فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد هستم. همیشه سعی کردم به عنوان یه ایرانی ازش پشتیبانی کنم. حتی بین دوستان میگم من یکی مبارزاتی را که در عرض 40 سال علیه جمهوری اسلامی کردم، یه به اندازه یه ناخن فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد نمیشه. ایشون تونسته تقریبا جنبش زنان ایران، درست زنان زیاد و مبارز و بزرگ داریم، ولی امروز ایشونه که میتونه با این رسانه‌هایی که در اختیار داره، فعالیت‌هایی که با اون چی میگم ابتکارهای خودش تکون میده، حرکت ایجاد میکنه. به نظر من ما از بزرگ شدن مسیح علی نژاد نباید بترسیم. ما باید تلاش کنیم این خانومی که در
اهداف ما، در راستای اهداف ما مبارزه میکنه بزرگش کنیم. اینم از این. بعد مثلا میگن که جنبش زنان از خارج هدایت میشه. مگه ما الان حزب سوسیال دموکراسی رو برای چی درست کردیم؟ الان آقای تقوی بیات به من میگه اسم حزب ما رو درست بگو. حزب سوسیال دموکرات و لایک همسازی جمهوری خواهان ایران رو برای این درست کردیم تا جنبش سوسیال دموکرات و به اصطلاح جمهوری خواهان ایران رو از همین خارج هدایت کنیم. این اشکال نداره. ما باید با افتخار بگیم با ملت ایران هستیم. بله اینجا نشستیم. اگه از دستمون بر بیاد سعی میکنیم ملت ایران هم هدایت کنیم. این اشکال نداره که بگیم نه نه ما نیستیم و از داخل کشور اینا. حالا برمیگردم به بحث حجاب بی حجاب. من هفته پیش در یه جمع کوچکی از بین ما که الان همه اینجا تشریف دارن نظر خودم رو گفتم و همونجا تصمیم گرفته شد که متخصصانی رو دعوت کنیم و جمع بزرگتری رو امشب تشکیل بدیم که من واقعا خوشحالم که این کار انجام گرفته. ببینید دوستان، من فکر میکنم میوت شدی انور جان، صداتون قطع شد. بله دستم خورد، ببخشید. ببینید زمانی که در اروپا اروپاییان این خطر حجاب و این اسلام که همه جا رو میگیره و نمیدونم تو مدارس میگن ما گوشت حلال میخواییم، تو استخر دختر و پسر رو میخوان جدا کنن، خیلی مسائل دیگه که خودتون میدونی، اروپا همه اینا رو متوجه شد اومد حجاب رو ممنوع کنه. مسلمونا هیچ بهانه‌ای نداشتن، وکیلای خیلی مبرزی گرفتن، این وکیلا اومدن بیانیه جهانی حقوق بشر رو خوندن و ازش یه ماده‌ای رو بیرون کشیدن که پوشش آزاده. بیانیه جهانی حقوق بشر میگه آزادی پوشش. خب اوکی، منم با آزادی پوشش موافقم، هر کی هر خانمی هر آقای هر چی میخواد بپوشه، با کراوات بی کراوات، کت دامن هر چی بپوشه، ولی این روسری که پوشش نیست برای سرما و گرما که نمیذارن. این علامت یه حزب سیاسیه، یه علامتیه که مسلمونا اینو گذاشته، همونجور که اس ها تو سینهشون اس اس میزدن یا یهودی ها نمیدون کلاه تو سرشون میذارن یا مسیحی ها تو سینهشون صلیب آویزو میکنن که تو مدارس ممنوعن همشون. خیلی خوب، پس این روسری به معنی پوشش نیست و اتفاقا مرتجع‌تر افکارم با خودش داره، چون موهای زن نمیدونم 90 ساله چجوری یه جوان، موهای زن 90 ساله یه جوان 20 ساله رو من نمیدونم چجوری تحریک میکنه که اون زن بیچاره 90 ساله باید روسری بذاره، چادر بذاره تا این جوان از خود بی خود نشه و تحریک نشه. در صورتی که اگه هم این درست باشه، این جوونی که بیماره اینا باید رفت معالجه کرد که به اصطلاح با دیدن موی مادر بزرگش تحریک میشه. بعد خیلی از ببخشید انور جان، اگر یه جمله چون خیلی از روشن فکرهای ما میگن رضا شاه خیلی کار بدی کرد اینا، من دیدین که همیشه خودم هم شعار دادم خیلی خیلی عذر میخوام، رضا شاه روحش نمیدونم چی چی به جای شاد یه در رو با یه شین عوض کردم، ولی به نظر من این کار رضا شاه از دید خود من بسیار درست بود. اگر اون زمان دستور نمیداد که مردان مثل اروپایی‌ها لباس بپوشن و زنان، چون میدونین که همه مردان تو خیابون با پیژامه میومدن با عبا و پیژامه و زنان چادرشون باید بردارن، همین امروز ما در همون حال و هوا بودیم، همون جور بودیم. بعضی وقتا قانون حق داره مردم از یه چیزی من بکنه. مگه الان ما قانون نمی نویسیم هر ماشینی بیشتر از 100 کیلومتر مثلا فلانجا بره ممنوع جریمه میشه؟ ممکنه اون موقع پویان بگه من یه ماشین نمیدونم 50,000 100,000 یورویی خریدم، ماشینم 300 کیلومتر میره، من ماشین مال خودمه، آزادیمو دارم، هر سرعتی خواستم میرم. همونطور که دیگه این آخرین جمله ما پویان جان، ترکا با کامیون میومدن ایران، بعد تو ایران باسکول که میزد پلیس به اینا میگفت تو اضافه بار داری نمیتونی بری، میگفت کامیون مال خودم هر چقدر دلم میخواد من میتونم به این بزنم، به تو چه مربوطه.
الان این حجاب هم همینجور شده، میگه آه این لباس خودم دوست دارم میذارم. نه خیر، تو حق نداری از چرا قرمز رد بشی، تو حق نداری جامعه رو به هم بزنی. من ممنونم که به من گوش کردین. حجاب پوشش نیست، همین همینه میخواستم، و ما برای آزادی پوشش هستیم. تمام. ممنون عمر عزیز، صحبتهایی کرد که باز خودش نیاز به بحث داره، چون بحث این بحث تعریف مدرنیته و رضای بی سواد اینجوری که میاد، حالا من هم نقطه مقابل شما هستم. من قبل از اینکه اجازه بدم سوزن عزیز جواب اینها رو بده، دو نفر دیگه هم هستن سوالا رو بکنم، که به عنوان هم به عنوان به قول معروف ختم جلسه نتیجه گیری، و هم در این حال که جواب این نظرات هم شما بدید. فرنگ عزیز با پوزش فراوان بفرمایید، بعدش هم آقای تقوی بگید. بله، خیلی متشکرم از شما پویان عزیز که جلسه رو خیلی خوب اداره میکنید، و همینطور اینکه وقت اگر میگذره هیچ مهم نیست، چون بحث جالبیه، بحث خوبیه و خوبه که ادامه پیدا بکنه و تا بار برها ادامه پیدا کرد. من روی یک، اول میخواستم تشکر بکنم از خانم انصاری که جنبه های حقوقی و قوانین بین المللی رو باز کردن و با توجه به قوانین ایران یک مقایسه کردن، و از خانم رخش، سوسن رخش، که واقعا مسئله هم از نقطه نظر تاریخی مسئله حجاب رو باز کردن، و هم از کوشش هایی که دولت ها کردند، چه برای گذاشتن حجاب چه برای برداشتن حجاب، که هر دوش کار نادرستی بوده. روی مسئله اجبار و اختیار که سوسن بنیانی عزیز مطرح کردند، و خب این به نظر من خانم رخشا به درستی پاسخ دادن. ببینید، یکی دفاع از حق انتخاب آزاد افراد، این باید ازش دفاع کرد. یکی این که انتخاب افراد، اون بستگی داره آیا من با اون انتخاب موافق هستم یا نیستم، ازش دفاع میکنم یا نمیکنم. این دوتا رو باید از همدیگه مجزا کرد، وگرنه کارمون خراب. از همین مقدمه وارد مسئله فرهنگ و نسبیت فرهنگی میشه. فرهنگ ها نسبی هستند، برای اینکه جوامع رشدشون نسبیه. فرهنگ یک جامعه با فرهنگ یک جامعه دیگر یکی نیست. اون چه که مشترک بین تمام فرهنگ ها حقوقه، حقوق شناخته شده است از نقطه نظر قوانین بین المللی. اونجا نسبیت درست نیست. در سازمان ملل هم الان جنبشی وجود داره مخالف نسبیت حقوقی. هر سازمان ملل یه بخشی هستند که میگن خب این حق ماست که ما مثلا بگیم حجاب چادر باید بذارن، یه قوانین اسلامی. یه عده اصلا هستن که منشور جهانی حقوق بشر اسلامی رو درست کردن و از این دفاع میکنن. اینجا ما به قوانین نسبیت میگیم. قوانین در صورت که قوانین نه، حقوق وقتی تبدیل به قانون میشه، این دوتا با هم تفاوت داره. حق یک چیزه، این حق تبدیل به قانون میشه باز یه چیز دیگه است. حقی که تبدیل به قانون شده لازمون اجراست و نسبیت بردار نیست، انکار ناپذیره. من در 2015 در اسلو در جامعه بین جامعه اروپایی در مورد یونیورسالیته دی دوادلوم
یعنی جهان شمول بودن حقوق بشر. سخنرانی کردم در یک مجمع بسیار بزرگ، همه از وکلای برجسته اروپایی، و از جمله صحبتامو با همین صحبت نسبیت در قوانین اسلامی رو مطرح کردم. ببینید اینو ما بحث بسیار جالبیه، و یعنی این دوتا رو باید تفکیک بکنیم، یکی قانون و حقوقه، یکی فرهنگه. این من شنیدم نسبیت فرهنگی، شاید بد شنیدم، شاید به هر حال خواستم این توضیح رو داده باشم. در واقع سوالی ندارم، همین یک چیزی که به نکته‌ای که به نظرم میرسید، و سپاسگزاری از دوستان رو خواستم به عرضتون برسم. ممنون. من مطمئنم که سوسن جان شما میخواین حرف بزنید، ولی من سوال آخرم از آقای تقوی بیات، البته شاهینم سوال دارن ظاهرن. آقای تقوی بیات و شاهین جان سوال آخر رو بگم، شما هم به هر حال بحث و یه نتیجه گیری بکنید و خاتمه بدید. ممنون هستم و معذرت میخوام اگر در سر نوبت کردن و نوبت گذاری مشکلی پیش آمد، ولی خب صحبت آقای فرهنگ قاسمی هم صحبت به جایست و حق داریم که ما واجبش رو بحثی هم بکنیم. ممنون. با اجازتون، پرسشی خانم شمس کردن، خانم زری عرفانی در این حاشیه نوشتن که حکومت رو سرنگون کنیم. خانم شمس پرسیدن چی کار باید بکنیم، ایشون اینجا نوشتن که حکومت سرنگون کنیم. من میخواستم در این رابطه چیزی بگم، اون اینی که ما مردا هم دوش زنا، همونطور که همیشه کردیم، از حقوق زنا دفاع کنیم و نگذاریم که 50% در نظر گرفته بشن، زنا 100% باید در نظر گرفته بشن. این راه کار ماست، یعنی ما باید از این راه بریم. اما در بین صحبت ها صحبت از رضا شاه شده حجاب. من خدمت دوستان عرض کنم که هر چه رضا شاه کرد، چه خوب چه بد، خلاف قانون اساسی بود، حق نداشت بکنه، و هر چه پسرش کرد، خلاف قانون اساسی بود، حق نداشت بکنه. چه بد چه خوب، کسانی که شاه رو، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه رو به عنوان عامل در ایران میشناسند، اونها خیانت کردند. ما از این خیانت نمیتونیم دفاع کنیم. اونها قانون اساسی رو زیر پا گذاشتند. شاه حق دخالت در امور اجرایی رو مطابق قانون اساسی نداشته. این حرفا رو من اضافه کردم، ببخشید اگر اضافه گفتم، ولی حق اینی که میگم. منم با شما موافقم. شاهین جان سوال آخر شما بکنید که ما بریم برای نتیجه گیری. من دو تا مسئله رو میخوام بگم، هیچ کدومش سوال نیست، پس دیگه از گردونه خارج میشم. بگو شما نفر آخر دیگه، هرچی دلت خواست بگو. تبعیده هرچی دلت تنگت میخواهد بگو. من دیدم که خب حالا که به هر حال این بحث به این جالبی پیش رفته، شما ما رو ببخش و بیامرز اگه دخالتی کردیم. گفت که من اینجا نوشتم، من خواستم نظر خودم رو بگم. من روی فیسبوکم این حجاب دی حجاب رو گذاشتم به خاطر که وردینگش خیلی خوب بود، حجاب بی حجاب اوکی. ولی خودم شخصا میگم مبارزه باید با حجاب اجباری باشه. یکی میخواد سرش کنه، حالا ممکنه در نسل بعد، نسلهای بعد. من طرفدار سنگ بزرگ نیستم، به خاطر اینکه سنگ بزرگ علامت نزدن. خانم شمس محبت کردن یک سوال یا توصیه رو مطرح کردن و گفتن که راه حل، همش صحبت میشه از این مسائل ولی راه حل شه. حالا واکنش خود من اینه که افراد قابلیت های متفاوت دارن، همه نمیتونن راه حل ارائه بدن. یعنی تعداد افراد یه هرمه،
اون بالای هرم اون کسایی که اصلا از توانای قدرت در راکه بالاتر شد برخوردار هستن اونا سیاست گذارن. خیلی ها بیانی من هم قسمت پایین هرم هستم. من تحلیل، حالا من تحلیل کردم و نظر خودم رو میگم، همه یعنی نمیشه گفت چون تو نمیتونی ارائه طریق بدی حرفم نمیتونی بزنی، خواهید هم میشه دیکتاتوری دیگه. ولی یه ولی هم اینجا میگم اون ولی و اما رو داری. پویان خیلی خوب وارده. یهودیان حداقل در همین کامیونیتی جامعه‌ای که در ایالات متحده دارن، یا چیزی که من تا حالا تونستم دریابم، سه گروه دارن. یه گروه اون حسیدیکا هستن، اونایی که با موهای فرفری اینطوری و همسایه پویان هم هستن توی بروکلین، این حسیدیکا خیلی تندرو هن، نمیدونم این طرف خیابون زنا باید برن اون طرف باید مردا برن، موازی تندرو. حالا مثلا حزب الله خودمون، اینم یه راه حله. حالا همه نباید برن بیکینی بپوشن، اینا با حجاب و نمیدونم مغرب و اینا یه گروه اینا. بعد گروه وسط پویانک دارم اشتباه میکنم بگو، وسط محافظه کار هم. یعنی اون تو تندرو نیستن، این شایان تو این کوچولوش شایان جرده رو پاش داره خب پدری میکنه دیگه، تصادی جنسیت هاست. بعد محافظه کار هم conservative. بعد گروه دیگه که اینا refined reformed یه همچی چیزی هست، مثل تقریبا ما ایرونی هایی که سکولار بودیم و قبلا همجوری زندگی میکردیم، حالا جا جهنم میریم و هرچی. خلاصه تندرو، رادیکال، محافظ کار و refined reform دارن. یک همچی چیزی هم راه حله، نه این که همه رو بکشین چون که ریفورم دستن، نه اون یکی اونا رادیکال ها رو بکشین، هجبالایی رو بکشین. این هم راه حل بنده. هیچی دیگه، مرسی. ممنون شاهین عزیز، ممنون از همه سوالات. سوزن جان، ما نتیجه گیری کلی رو لطفا بفرمایید. به هر حال سه بخش آخر، سه تا سوال، چهار تا سوال آخر سوال کلی بود که به هر حال شما هم من یعنی فکر میکنم اون چیزی که واقعا وجود داشته باشه یه مقدار بیشتر بحث ها راجبه به همین مسائل حق و این دیالوگ، یا حالا بحث های دلیبریت کردن هستش. و یکی دیگه هم که حالا نظر منه به هر حال در صحبت خانم شمس، ببینید جامعه ایران من فکر نمی کنم در هیچ برهه تاریخی ازش اینقدر که ما الان صحبت‌های اینگونه می کنیم، مردم ایران به طور کل چه در داخل و خارج نداره وارد این بحث‌ها شده باشن. من شاید تنها مشکلم یه مقدار این باشه که این بحث‌ها یه مقدار باید بیشتر مکتوب بشه، ولی این بحث‌ها به هر حال در تاریخ ایران برای اولین بار داره اتفاق می‌افته و این خیلی چیز خوبیه. یعنی از این جهت که به هر حال من با یک رژیم فوق‌العاده خشن سر و کار داریم که خب میکشه و کشته و هیچ شوخی هم نداره، و در این حال اپوزیسیونی هم که حالا به هر حال در طرف ما هستش، حالا ما به عنوان جمهوری خواه یک کالت داریم به عنوان مجاهدین خلق و یکی کسایی دیگه که هستن دنبال سلطنت هستن همونش. خب پس به هر حال ما به عنوان جمهوری خواه همین که این بحث های خیلی پایه‌ای رو صحبت میکنیم و به هر حال آگاهی میدیم و این بحث ها خوشبختانه وارد ایران میشه، یعنی صحبتی میشه که خب در ایران هم باید بهش ادامه داده بشه، این فکر میکنم خیلی راه حل عملی خوبی هم هست. یعنی از کنار این ما نباید به این سادگی هم بگذاریم که خب چه کار بکنیم. چه کار کردن یک مقدار اون اتفاق میفته که خب خود جامعه به یک درجه برسه، یک چیزی رو خود جامعه بخواد. یعنی من واقعا فکر میکنم اگه جامعه بخواد همین فردا هم بخواد یک کاری رو میتونه بکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم این دیالوگ ماست که این تسهیل ببخشه به این جامعه کاری رو که میخواد بکنه، چگونه میخواد بکنه،
مجلس مؤسسانه آیندهش چگونه میخواد بحث مسائل زنان رو حل بکنه. با یک مجلس که ما نمیتونیم مسئله زنان رو حل کنیم، نیاز به بحث های فراوان میان افراد و جامعه داره. پس این راه حله. ببخشید من زیاد روی کردم، بفرمایید. سپاس از شما. من خیلی سعی میکنم کوتاه بگم چون واقعا وقت دوستان دیگر رو ما گرفتیم، ولی خب تقصیر ما نیست، این بحث همیشه میکشه. یکی این که مطرح کردن در مورد خانم مسیح علی نژاد که ما باید ایشون رو بزرگ بکنیم. ببینید، هر چیزی رو که ما بخوایم یک بود کاذب بهش بدیم، به یک پدیده منفی تبدیل میشه، یعنی برعکس خودش عمل میکنه. درسته خانم مسیح علی نژاد کارهایی کردن که ما نتونستیم در طی 40 سال، در طی من خودم 37 سال خارج کشورم، ما به اون شکل وارد نشدیم و به اون شکل کار نکردیم. من با همه کارها و حرکتهایشون موافق نیستم، ولی از ایشون حمایت میکنم، ایشون رو واقعا فالو میکنم و حمایتشون میکنم و فکر میکنم که کارهای بسیار بزرگی دارن انجام میدن. اما خود ایشون هم مدام دارن تاکید میکنن ایشون صدای داخل ایران هستند، صدای نسلی هستند که ما رو قبول نداره اون نسل. یه چیز رک بگیم دیگه، نسلی که تو ایران هست، من و همسال من به عنوان کسی که سالها عمرم رو تو جنبش فمینیستی گذاشتم قبول نداره، میگه دور خودت چرخیدی هیچ کاری هم نکردی. ولی مسیح علی‌نژاد رو قبول داره، میگه مسیح علی‌نژاد صدای من در خارج ایرانه، فیلماشو میگیره برامون میفرسته. و خانم علی‌نژاد ایده های خیلی خوبی هم داره برای این مبارزه، که اصلا کسی علامت سوال روش نمیذاره. ولی این که بخوایم ایشون رو بزرگ بکنیم به مفهوم این هستش که اون چرا که در داخل کشور هست تضعیف میکنیم. خودشون هم رو این تاکید داره و این خطاست. ما این کار رو نباید بکنیم. جنبش داخل داره جون میگیره، هرچند که سازماندهی شده نیست، ولی به هر حال حرکت اعتراضی داره گسترش پیدا میکنه در نسل 70 و 80. و این خیلی مهم هست که ما بتونیم صدای اونها باشیم و اونها بتونن هدایتگر باشن. من به هیچ عنوان با این ایده که هیچ گروه اپوزیسیونی از خارج کشور میتونه جنبش رو هدایت بکنه موافق نیستم. رک و پوزکنده میگم، به همه هم میگم، هیچ کدوم از ما از خارج کشور نمیتونیم حرکتی رو در داخل ایران هدایت بکنیم، فقط میتونیم پشتوانه باشیم، فقط میتونیم حمایتگر باشیم. جنبشی که بخواد تغییر و تحول در داخل ایران ایجاد بکنه باید رهبریتش در داخل ایران باشه. این غیر ممکنه. در همه جنبش ها ما داریم میبینیم. و من دو جنبش هرمی هم مخالفم. جنبش هرمی چه در جنبش زنان چه در دیگر جنبش های مدنی امروز دیگه عمل نمی کنه. من یادمه که اول انقلاب به ما میگفتن که بابا، من پدرم از تودهی های من خیلی کوتاه بگم و رد بشم، از توده‌ای های زمان 28 مرداد بودن که بعدها از حزب توده بریده بودن. بعد وقتی که من اون زمان از جمهوری اسلامی اون مقطع قبل از اینکه خمینی بیاد حمایت میکردیم، میگفتیم این یه نقطه گذاره، ما از بورژوازی به خود بورژوازی، از خود بورژوازی به سوسیالیسم داریم گذار میکنیم. پدر من به من میخندیدن، میگفتن این تئوری رو شما از کجا آوردید؟ میگفتم رهبران ما اینجوری میگن. خب ما همیشه به اون رهبران تکیه کردیم، به اینجا رسیدیم. اشتباه امروز من میبینم که ما چقدر اشتباه کردیم تو اون دوره و کشورمون رو به اینجا رسوندیم. ما باید به اشتباهات خودمون اعتراف بکنیم، ما باید اشتباهات خودمون رو بررسی بکنیم. من اصلا به اون هرم دیگه امروز اعتقاد ندارم، اون هرم بود که ما رو به اینجا رسوند. بنابراین در جنبش زنان هم ما اصلا هرم نداریم الان. در جنبش زنان ایران هیچ هرمی نداریم. ما همه گروه به گروه داریم کار میکنیم در لوای کمپین، چه در داخل چه در خارج. در داخل کشور انجوه ها دارن کار میکنن و این گروه های غیر سازماندهی شده، دختران حتی پسران هم الان، مردان جوان هم با اینا معترض میشن، جلوی نهی از منکر و اینها رو گشت و ارشاد رو میگیرن، مقاومت میکنن. اینها در داخل دارن مبارزه میکنن. این مبارزه هرمی نیست و این، ولی این مبارزه من مطمئنم که نتیجه خواهد داد و این رو من میخوام که حمایت بشه. ما هر چیزی رو که از بیرون کشور میخوایم بزرگش بکنیم داخل کشور رو تضعیف کردیم.
چون داخل کشور شاید صداشون رو به خیلی وسیع بلند نمی‌کنن به خاطر مسائل امنیتی. من الان دارم با زنان داخل کشور کار میکنم، من میبینم که اینا دارن کار میکنن، منطقه تلاش میکنن از اون خط قرمزها رد نشن، یا اگر رد میشن با تاکتیک رد بشن، با دیپلماتیک رد بشن که زیر ضرب شدید نرن، که یک انجوی که 4 ماه کار کرده فوری درش بسته نشه بتونه کار بکنه. اینها رو ما باید در نظر بگیریم. ما در خارج کشور یاد نگرفتیم به این چیزها فکر کنیم. دوستی که میگه رژیم رو سرنگون بکنید، خانمشم، من از خدام امروز، من آرزوی دیرینمه که روزی رو ببینم این رژیم سرنگون شده، یه رژیم دموکراتیک، یه رژیم انسانی اومده رو کار. ولی آیا میتونم از خارج کشور بشنم به داخل کشور بگم برو تو خیابون؟ من این اجازه رو هرگز به خودم نمیدم. من این اجازه رو به خودم نمیدم به زنان داخل کشور بگم چجوری مبارزه بکنیم. اونا توی میدونن، اونا همه چه بلا رو دارن به جان میخرن. برای یه دونه کشف حجاب 15 سال زندان میگیرن، 10 سال زندان میگیرن. بنابراین ما فقط نیروی حمایتی هستیم. این رو باید روش کار بکنیم دوستان. من وابسته به هیچ گروه، حزب و گروهی نیستم، نمیخوام هم باشم، ولی شماها که در لوای حزب دارید کار میکنید، در یک شکل حزبی دارید کار میکنید، من توصیه‌ام اینه که روی این مسائل بیشتر کار بشه. اینها رو ما در جنبش چه حزبی چه انجویی ما اینا رو نقص داریم، اینا رو کمبود داریم. باید رو اینا بحث بکنیم که اصلا چجوری ساختار یک جنبش باید پیش بره. انقلاب در چه مقطع تاریخی اتفاق میفته، چه شرایطی باید به وجود بیاد، آیا شرایط هست نیست، اینها باید بحث بشه. اینها در جنبش ما بسیار ضعیف است. من متاسفم که از بحث اصلی داره خارج میشه، ولی من دلم میخواد چون به عنوان یک فعال مدنی و به عنوان یک جامعه شناس که رو جامعه ایران دارم کار میکنم، این رو دلم میخواد بگم که اینجا یه فرصتی که بگم این نواقص هست و ما باید روش کار بکنیم، باید اینها رو در نظر بگیریم. گفتن در مورد رضا شاه، گفتم من اینم کوتاه بگم و تموم بکنم. علت این که من با حرکت رضا شاه مخالفم اینه که این جنبش ضد حجاب و جنبش زنان وجود داشته، خیلی هم قوی بوده. این مشکل منه، نه تنها در ایران، در کل خاورمیانه جنبش ضد حجاب وجود داشت. زنان مبارز حجاب از سر برداشته بودن و خیلی ها رو با خودشون همراه کرده بودن، همونطور که خانم دولت آبادی نام بردم، از خانم نودوس نام، اینها همشون حجابشون رو قبل از کشف حجاب رضا شاه برداشتن. اما بعد از اینکه ایشون این اومد این قانون رو وضع کرد، این بود که شد خورد به سر جنبش زنان ایران. این بود که مشکل کرد، کارو بسیار مشکل کرد برای زنان ایران. اسلامی ها اومدن به میدان گفتن آره این غرب زدگیه، این الو بهمانه، و همین رو علن کردن برای بر علیه جنبش زنان ایران. اگر رضا شاه این کار رو نمی کرد، همون کشف حجابی که رفت، همون به اصطلاح زنان کشف حجابی، همون پروسه خودش رو طی می‌کرد. ما می‌بینیم در دهه 70 تو کشورهای تمام جهان اسلام، تو تمام خاورمیانه شما برید، تمام زنان بی حجابن. از دهه 80 همه چی داره برمیگرده، چون دوباره این جنبش‌های اسلامی میان. بنابراین اون چه که حاکمیت‌های دیکتاتور می‌کنن، معمولاً اگر هدف مثبت هم داشته باشن، در نهایت یک نتیجه منفی میده. پس بنابراین اینها رو ما باید در نظر بگیریم. در آینده ایران اونهایی که میخوان کار بکنن، نسل‌های جوانتری که میخوان، مطمئناً روزی میرسه که میخوان آینده ایران رو بسازن، باید به این چیزها اینا رو تحصیل بکنن، رو اینها کار بکنن و با یک دیدگاه، یک دید جدیدی وارد این عرصه مبارزه بشن. اون دیدهای کلاسیک رو باید بذاریم کنار. دیدهای کلاسیک ما رو به اینجا رسون و باید راهی نو در پیش بگیریم. سپاس از شما که منو دعوت کردیم. منم با اجازتون باید ترک بکنم چون یک جلسه دیگه دارم که باید برم. سپاس از همه شما و از اینکه این فرصت رو داشتم که با شما صحبت کنم و از شما یاد بگیرم. بسیار ممنون از حضورتون. خیلی ممنون از حضورتون و سخنان آگاهانه و روشنگرانتون. من امیدوارم که به هر حال حزب ما واقعا در این تلاش خواهد بود که ما این بحث رو ادامه بدیم، به خصوص بحث‌های مدنیت و این جنبش‌ها چگونه در
در یک طول زمانی تغییر ایجاد خواهد کرد و این تغییر باید ارگانیک باشه، از پایین به بالا بیاد، از بالا به پایین نره، فایده ای نداره. خیلی ممنون هستم از همه شما. ببخشید کامبیز جان، سوالتون رو بفرمایید اگر خانم رخش وقت داشتن. خانم رخش فقط 2 دقیقه. من متاسفم برای این که این مسئله رو طرح کردیم در رابطه با جنبش خارج از کشور، سازمان‌های خارج، کاملا حتما قبول دارم در این که در صورت جنبش باید در درون کشور باشه. ما میتونیم به عنوان کمک، به عنوان دفاع از مبارزات مردم، ولی یک نکته، اگر سازمان‌هایی در درون کشور پایه‌های اجتماعی دارن، خیلی اتفاق افتاده که رهبران اونا از بیرون رو ادامه دارن. یونان، فیلیپین، الجزیره، مراکش، تمام رهبراشون بیرون بودن از اسلامی ایران، چون پایه‌های اجتماعی تو اونجا وجود داشت. یعنی این وجود داشت. خیلی متشکر، بسیار استفاده کردم از صحبت کردن. من فقط یک نکته رو بگم و برم. تمام این جنبش هایی که شما میگید، از جمله خود آیت الله خمینی که در خارج کشور بود، ببینید اینها نیروهایی در داخل داشتن که از عناصر خودشون بودن، یعنی کسانی بودن که به اون رهبریت اعتقاد داشتن و اون رهبریت رو پذیرفته بودن. ما بهشتی، رفسنجانی، طالقانی و بسیاری دیگر رو در داخل ایران داشتیم که خواسته های خمینی رو در داخل ایران داشتن هدایت میکردن. سینما رکس آبادان آتیش زدن فقط به خاطر اینکه بتونن خمینی رو به ملت ایران بقبولونن. تمام اینها این بود. اون چی که امروز باید انجام بدیم، ببینید آیا چنین شرایطی امروز هم هست؟ رهبرانی که در خارج کشور هستن اون نیرو رو در داخل دارند یا ندارند؟ اگر ندارند، که از سرتکون دادن شما دارم این رو میبینم، پس رهی نو باید به پیش گیریم. سپاس. ممنون، متشکر.